بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشتید و اوقات بهتری در انتظارتون هست. امروز دوشنبه 12 آذر ماه 1397 و برابر است با 3 دسامبر 2018. قبل از برنامه من یه برنامه بود با دوستان در پرس کلاب، نه پرایس کلاب، پرس کلاب باشگاه رسانه ها به اصطلاح در بروکسل، و حتما اگر ندیدید هم روی فیسبوک هست میتونید تماشا کنید، هم به زودی روی یوتیوب قرار میدن و هم از تلویزیون مردم تا برنامه هفته آینده شون هر روز میتونید تماشا کنید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. و اما همونجوری که ما توی ایران نزدیکای عید که میشه خونه تکونی میکنیم و تمیز، اینجا هم بهش میگن سپرینگ کلینینگ، البته موقع سپرینگ، موقع بهار، ولی سال 2019 داره میاد. ضمناً تشکر میکنم از آقا فرزاد که $50 هم برای این ماه فرستادن. دوستان شما هم اگر میتونید حمایت کنید. و 3 دسامبر گفتم بهتون، آخرین ماه 2018، سال 2019 در راه است و ما هم تصمیم گرفتیم یه مقداری کامپیوترمون رو تمیز کنیم از این آشغال مشغالایی که اونایی که میدونیم خیلی هاش هست که ما اصلا نمیدونیم کجا هست، کجا ضبط شده، یه وقت دنبال یه چیز دیگه میگردیم اون پیدا میشه، بعدم که میخوایم تمیزش کنیم میگه نمیشه، این جزء نمیدونم مدارک فلانه. در هر صورت در حال این تمیز کردن کامپیوتر و اینها بودم که یه 3-4 تا، یعنی 8 تا پیام من همیشه میدیدم که این گوگل وایس مینویسه شما 8 تا پیام دارید، هر چی ما میرفتیم پایین اونا نشون داده نمیشه. امروز دیگه گفتم تا اونجایی که این میذاره من میرم. همینجوری گرفتم این دکمه رو، بالاخره بردمون پایین و 8 تا پیام رو پیدا کردم. خیلی جالبه، آدم وقتی بر میگرده پیام دوستان رو میشنوه میبینه که دوستان ما چقدر زود تغییر میکنن. این یک جانوری هست، یک حیوانی هست، روی درخت میره میشه قهوه‌ای رنگ چوب، میاد روی برگ درخت میشه سبز، میاد تو آفتاب، به ایرانی بهش میگن آفتاب پرست، اینجا بهش میگن کامیلیون. یه چیزی یه حرکت اینجوری هم میکنه، مثل سوسمار و اینها راه میره. این دوستان ما هم بدونی که بخوان اینجوری هستن. مثلا میبینیم که توی این پیام ها خانم لیلا میلانی خیلی تعریف میکنه از تلویزیون ما، بعد میبینیم که با خود ما هم در میفته و میگه که چرا به مهموناتون هارد تایم نمیدین، اذیتشون نمیکنید. میگم خب ما که نیاوردیم اینا رو اینجا شکنجه بدیم. بعد یا اسامی رو بنویسیم، میگیم والا تا اونجایی که میتونیم اسامی رو مینویسیم. ما حتی اینجا اسم خودمون هم نوشتیم و دیگه اونایی که تازه میان که بماند با. ولی توی پیام ها بذارید ببینیم که خود ایشون چی میگه. من موقعی که پیام ها رو پلی میکنم به قول اینها یا پخش میکنم، 4 تا هست، حالا ببینم بعضی هاش هم ممکن تکراری باشه، 1 و 2 و 3 نمیدونم به ترتیبم هست یا نه، ولی واقعا برمیگرده به 11 ماه قبل. گوش کنیم با هم. بذارید من صدای این رو زیاد کنم، یا فرخ میگه اول روشنش کن بعد صداش رو زیاد کن. میگیم چشم. مرسی از تیوی مدام، من لیلا مینانی هستم. میخوام راجع به این امیر عباس فخرآور صحبت کنم. امیر عباس، من یکی فکر میکنم 2-3 هفته هست که من رفتم تو بسیار بحر ایشون، میکرد در ویدیوهاشو دیدم و میبینم که همه ایشون رو رد میکنن، یعنی همه فخرآور رو رد میکنن، یه اسم کریزی بهش میدن که مکسنس نمیکنه. وقتی حرفای فخرآور، اطلاعات فخرآور، اسمایی که به میبره، به نام میبره، وقایعی که اتفاق افتاده و تاریخ اونا رو میگه، من تمام اینا رو روی آنلاین سرچ میکنم، میبینم همه حقیقت داره، ولی تمام میدیا فخرآور رو رد میکنن. به نظر من this is not fair. خب بذارید تا من یادم نرفته، منم مثل تلویزیون های ایرانی
خودم هم هی بهشون میگم آقا کاغذ داری، قلمم داری، خب بنویس. شما اولا میگید همه قدر مطلق استفاده نکنید، بگید بیشتر تلویزیون ها، یا بگید اونایی رو که شما دیدید. اصلا اینجوری نیست که شما میگید، اتفاقا همه به این مردک دقل جعلق میکروفون دادن، برنامه های مجانی دادن تا هر کدام یکی یکی فهمیدن که این دروغوه. از جمله خود من سه بار ایشون برنامه مهمون ما بوده، مجانی اومده اینجا برنامه داشته، تا یه نفر آقای فرهاد پارسی بهش گفت آقا شما که میگی من زندان شیراز بودم، در کدام یک از بندهای شیراز بودی؟ گفت من در قرنطینه بودم. گفت آقا اصلا زندان شیراز اون چی اسمشم عادل‌آباد قرنطینه نداره، و بلند شد در رفت از اینجا. این یک. آقای مسعود صدر به ایشون برنامه داده، آقای میبودی با ایشون صحبت کرده. شما اگر رو اینترنت نگاه کردید حتما دیدید که چه بلایی یکی یکی سر همه اینا آورده. آقای خلیلی، بیژن خلیلی، به خاطر کتابی که این نوشته بهش مصاحبه کرده برنامه داره، و این روزا کسی احتیاج نداره کسی بهش برنامه بده، مخصوصا اینایی که یه مقداری از ماها جوانتر هستن، میان فوری از طریق فیسبوک، از طریق اسکایپ، از طریق یوتیوب، از طریق اینستاگرام، از طریق تلگرام میتونن میکروفون، سکوی ارتباطی خودشون رو داشته باشن. ولی وقتی یه نفر شروع میکنه به دروغ گفتن، یکی یکی متوجه میشن. حالا یکی میبینی با 4 تا دروغ خسته میشه میره، یکی تحملی زیادتره وای میسه 10 تا دروغ. شما برید ویدیوهای این رو با آقای مسعود صدر ببینید، تا اونجایی که میاد میگه فرع پهلوی گفته کتابای من نخرن، دیگه اون میگه آقا حالا هر چی گفتی میگنجید به قول معروف، ولی دیگه این باید یه چاهی بکنی تا این منار رو اونجا بگنجونی. این از این ماجرا. شما درباره تلویزیونای ایرانی به نظر من احساساتی قضاوت میکنید. یه برنامه رو میبینید، هر کدومش آسونتر به شما اجازه بده زنگ بزنید، زنگ میزنید و نظرتون رو میگید. حالا با هم دنبالش رو گوش میکنیم. بفرمایید. It's not fair به مردم ایران fair نیست. برای که همونطوری که برای ایشون میگه این کاری که تلویزیونا میکنن عادلانه نیست. عادلانه نیست به مردم ایران. باز ببینید شما گوش نمیدی برنامه های من. خانم کدوم مردم ایران؟ شما فکر میکنی این تلویزیونا رو چند نفر نگاه میکنن؟ مردم ایران اولا آخونده سریال های بهتر از ما براشون ساختن، تا دیدن مردم رفتن توجهشون به تلویزیون های ترکی بود، انقدر پول دادن به هنرپیشا و سریال های خوب و بد درست کردن که مردم رو با اونا مشغول کردن. شما به فامیلای خودت زنگ بزن. بازم بریم سراغ قلم و کاغذ. قلم و کاغذ بردار، به خانواده عمود، دایی، عمد زنگ بزن، ببین چند نفرشون تلویزیون های ایرانی رو نگاه میکنن. بعد مثلا حالا اگه ما بیایم، حتی این آقای امیر عباس فخرآور یک سردار سلحشوری باشه، به قول آقای یگانه دشخیم سلحشور، یک سرباز سلحشوره، ولی ما تشویقش نکنیم. چی میشه؟ این از سلحشوریش میفته. شما ببین این همین تو واشنگتن چه کار میکنه. یه روز میره لباس زنانه میکنه برش، نمیدونم هالووین، یه روز میشه رضا شاه، یه روز میشه نمیدونم چیزای اینجا، چیزای معروف اینجا، لجندای اینجا. ای اصلا اینا کسایی هن که فکر میکردن بیان اینجا یک دنیایی در اختیارشون میذارن که آخر نداره و هر چی میخوام. بعد اومد اینجا دید نه آقا باید بره سر کار. حالا 4 تا دوست دختر گرفته، یکی یکی ولش کردن چون دیدن این آدم دروغگوه، احتمالاً ازشون سوء استفاده مالی میکنه، جنسی میکنه، من نمیدونم. ولی این خانم اون چیزی که شما میگی نیست. ولی دوست دارم حالا که 11 ماه گذشته از این پیام، شما تماس بگیری بگی که حالا نظرتون چیه. بشنویم باز این خانم میلانی رو. کتابی که مایکل وولف درباره ترامپ نوشت به نام Fire and Fury، این با هر کسی اینترویو کرد، مسخرش کردن، سوال ازش کردن، سوال های مختلف، ولی مرد جواب داد. تا اینکه بالاخره گفتن که آره این از طریق تقلب خودش رو به کسانی که طرفدار ترامپ بوده رسونده و از اون ما حرفایی بیرون کشیده که در کتاب خودش اسپرده.
ده فاور یکی از اسمایی که من تا حالا نشنیده بودم. اشکال شما همینه که دیر رسیدی، میخوای به دیگران که اینو میشناسن بگی که نه شماها اشتباه میکنید. الان آقای اکبری از آلمان قشنگ مینویسه، میگه خانم محترم، همانطور که شما سرچ میکنید و سرچ میکنید و میبینید و میفهمید اطلاعاتش درست هست، پس حتما این شارلاتان هم زودتر از شما رفته سرچ کرده. یعنی چیزی بوده که روی اینترنت بوده، معجزه نکرده، شق القمر نکرده، هنوزم ماه رو که ما میبینیم یه تیک است، قطع نشده، دو قسمت نشده. شما خیلی احساساتی شدید، بفرمایید. شوخیم آرکایو که واقعا جالبه و الان من میبینم هیچ کدوم از شماها آقای سوربی you are the fairest of them all. اینو من باید ببینید. از اون ور میگه که هیچ کدوم از شماها آقای سوربی، بعد به من میگه شما عادلی. خب این که نمیشه که. بعدم پیامو برای من گذاشتی، اگه منی که عادلم و انصاف به خرج دادم و درست گفتم شما پیام برای من میذاری، صدات به گوش اون ناعادلا نرسیده. سعی کن با اونا تماس بگیری ببینی اصلا اجازه میدن شما پیام بذاری، اجازه میدن شما رو فیسبوک هرچی دلت میخواد بنویسی. آقای علیرضا سلیمانی میگه نگید فخرآور، بگید ننگاور. علی جوانمردی نگید، بگی علی ناجوانمردی. علی رضا نوریزاده و و آشقال، اینا یه مش کلاهبردارن که اتفاقا از احساسات شماها سوء استفاده میکنن، از حمایتتون استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن و برای خودشون هم پول و تفریح و اینا. همین منی که شما میگی شما عادل هستی میای میگی، به خاطر همین عادل بودن، به خاطر همین که تا حالا فکر کردم حرف حق رو میزنم، که بارها هم گفتم بابا این نظر منه، ممکنه ناحق باشه، ممکنه غلط باشه، ممکنه درست باشه، ماها موندیم. همین خود شما چه حمایتی از ما کردی؟ بله بشنویم. از شماها اطلاعاتی که این مرد داره چیز ندارید، سخن در بارش نمیگید و کسی هم این نمیاره. اگه هر کی با این فخرآور مشکل داره باید بیاردش جلوی دوربین و یعنی وظیفه شه که از این سوال کنه. نه 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 نه، اولا شما برای دیگران وظیفه تعیین نکن. وظیفه کیه؟ شما وظیفه معنیش میدونی چیه؟ وظیفه اینه که شما یه پولی میدی به یه تلویزیونی، وظیفه اون تلویزیون اینه که با رضا پهلوی مصاحبه کنه، ولی اون که نمیتونه بره رضا پهلوی رو به زور بیاره. شما خودت چند بار با من تماس گرفتی گفتی سوربی یه ساعت برنامه میخوام برای این فخرآور، چنه؟ تا ما بهت میگیم 100 دلاره، به شما میدیم 50 دلار. برای دیگران وظیفه تعیین میکنید. شما چیکاره مملکت هستید؟ به نیابت تمام 80 میلیون ایرانی تصمیم گرفتید این کاری که اینها انجام میدن و با یک ننگاوری مصاحبه نمیکنن این ظلم هست؟ چه ظلمیه؟ ایرانی ها خوشن، برای خودشون دارن سریال های لختی و چی نگاه میکنن. هر وقتم به خانمش میخواد بگی من میخوام زن دوم سوم بگیرم، میگه نگاه کن این سریال های ترکی، ببین این آقا تا حالا چند تا زن گرفته. یعنی چی؟ یعنی بذار من برم زن بگیرم تا من هر چی میخوای این ور با این اون باش. اونا خوشن، شما خیلی نگران اون نباش. علیرضا سلیمانی میگه هیچ کس وظیفه ندارد هیچ کاری انجام بده. این همین متاسفانه اشکال ما تلویزیونا. اگه این خانم میخواد زیر ضربین بذاره یه اشکال ما داشت. از روزی که شروع کردیم چون ما هم احساساتی شدیم، آمدیم رسیدیم به یه آزادی که فکر میکردیم بی حد و حصره، یه دفعه آمدیم گفتیم خیلی ممنون که شما ما رو به خونه های خودتون راه میدین، به قلب خودتون راه میدین، شما هر چی بگید ما عمل میکنیم. نه آقا، بنده نه نوکر زرخرید شما هستم، نه غلام حلقه به گوش شما. من یه آدم آزاد مستقلی هستم، به خاطر این مستقلی و آزاد بودنم تا حالا خیلی ضرر دادم. شما که ادعا میکنی این فخرآور خیلی میدونه، میخواستی بگی من میشینم با فخرآور مصاحبه میکنم، این زرت و زرت میاد کالیفرنیا، میشنستی باش مصاحبه میکردی، 10 دقیقه ویدیو میفرستادی، پولش هم میدادی ما پخش میکردی. نمیکنی. هممون انتظار داریم دیگران مثل این بچه گنجشکا هست، بهش میگن تیله، تیله گنجش، نشستیم دهنمون باز فقط جیغ جیغ میکنیم. اینم تازه یاد گرفتیم. ب
بلد نیستیم، یه آهنگی بخونیم، یه توییت توییت کنیم، جیغ جیغ میکنیم که یکی بیاد به ما یه خوراک مجانی بده. بفرمایید. این حرفو میزنی؟ اگر این اتهام میبندی به کسی، میگی شهبانو فرحه که خب دیگه اینا رو میدونیم بابا، شاهد از غیب، از همین کالیفرنیای شما، این آقا سعید که در کار آموزش پرورش هم هست، میگی سور بی شما که همین کار رو کردی، فخرآور رو آوردی جلوی دوربین، دیدیم که وقتی مچش باز شد پاشد در رفت. اون زمان این خانم کجا بود؟ اون زمان این خانم داشته برنامه دیگران رو نگاه میکرده. یکی از اشکالات ما همینه که فکر میکنیم با یه برنامه دیدن تمام زندگی این شخص مجری و اون شخص مهمون رو میدونیم و اینا رو میبریم یه دادگاهی، خودمون میشیم پلیس اینا رو میگیریم، خودمون میشیم قاضی اینا رو محاکمه کنیم، مجازاتشون تعیین میکنیم، خودمونم میشیم جلاد مجازاتشون میکنیم. نه خانم اینجوری نیست. در صورت این پیام دوستان پیام مونده بوده که حالا پیدا شده، این پیام شماره یک ایشون بوده. خب بریم شماره دو، نمیدونم باز ممکنه همین باشه. یک لحظه. سلام آقای صابی، مرسی از تیوی مدام، من لیلا مینانی هستم. میخوام راجع به این امیر عباس فخرآور صحبت کنم. من یکی فکر میکنم دو سه هفته هست که من رفتم تو بسلوک. خب این احتمالا همون پیام لابد دوباره گذاشتن، چون تو قبلی میگن امیر حسین فخرآور، بعد تو این میگن امیر عباس فخرآور. در صورت اونم هی اسمش عوض میکنه، یه جورایی هم میخواد بگه که رضا شاه وقتی مرخصی بوده رفته مادر بزرگ اینو دیده. آقای اکبری میگه این خانم از سری بانوان ایرانی است که بیش از اندازه مهربان هستن. راست میگه، بعضی وقتا این دلرحم بودن و دلرحیم بودن و مهربان بودن کار دست ماها میده. میگه که خانم زری تناز، من اینستاگرام به مدیر تلویزیون لس آنجلسی سوپر دروغگو را چک کردم که ادعا میکنه خیلی خیلی ماشاءالله بی نداره، اینجا روی اینستاگرام و تلگرام هستن، نامشان رو براتون میخونم، اما من خودم حتی یک کامنت روی اینستاگرامشون نبود و همش پاک شده. بله آقای زمانیان هم میگه بله خانم، در مورد زندان عادل آباد شیراز پرسیدن و ایشان فرار کردن. اینم از این ماجرا. بذارید یه پیام دیگه هست، نمیدونم حالا اونم باز تکراریه یا. سلام آقای صابی، مرسی از تیوی مدام، من لیلا مینانی هستم. میخوام راجع به این امیر عباس خب دیگه همینه، دو سه بارم مسیج گذاشتین شما، هر کدومش هم 3 دقیقه. ممنون و متشکرم. یه پیام دیگه هست، بذارید من اینو. از خلاف تلویزیون های ایرانی و رادیوهای ایرانی که همیشه با اینواندو حرف میزنن، فلانی گفت، فلانجا رفتیم، یکی اومد اینو گفت، با طرف بودم، اونجا من رفتم، هیچ وقت نه اسم میبرن نه تاریخ رو ذکر میکنن. حتی مصاحبه هایی هم که با دیگران میکنی نه اسم طرف روی صفحه تلویزیون میذاری که طرف ببینه. آخه یکی که فوراً تلفن تلویزیون روشن کرده وقتی با اون مرد آشنا نیست دلش میخواد ببینه اسم این چیه. باز اشکالتون همونجاست، حالا که فوراً نگاه کردید میخواین همین الان ببینید. من یه نوه‌ای دارم 2 سال و نیم میشه، این وقتی میاد اینجا میگه بابا برای من مثلا سسامی استریت بذار. من وقتی برای سسامی رو روشن میکنم اولش اسم مینویسه، تبلیغ میکنه، هی میگه بابا من سسامی رو میخوام. دارم یادش میدم باید صبور باشی، 1 دقیقه 30 ثانیه صبر کن، اینا آگهیشون رو به خوردمون بدن، بعدن سسامی استریت رو نشونت بده. ما اینا هم یاد نگرفتیم. در اصل نمیدونم این همون لیلا خانمه یا چون صداش یکم فرق میکنه، ولی به نظر میاد از گفته هاش همینشون باشه. ببخشید من اینو پخش کنم دوباره. یا تاریخ بذارید، هیچ کدوم شماها در از این 40 سال که آخوندا ایران در دست آخوندا هست هنوز روش صحیح با تصمیم هنوز چیزه کردیم؟ هنوز به سبک ایرانی به سبک 50 سال پیش داریم با مردم تماس میگیرید؟ اصلا مردم رو روشن نمی کنید. وظیفه شما آقای صابی چیز من تکی کلام من به شما نیست. خدا رو شکر ممنون. همینجا که ایشون گفت من منظورم شما نیستید، اجازه بدیم بحث رو ببندیم بریم. خیلی خوشحالم که ما اقلا این کار انجام میدیم. همون موقع که ایشون گفت
تاریخ رو نشون بده. این تاریخ بعضی وقتا هم قاطی میکنیم تو برنامه قبلی، چون یه اشکالی پیش اومده بود اونجا، یه دفعه این دسامبر سوم شد نهم، این اشکال هم پیش میاد. و ما میبینید بعضی وقتا تازه دوستان میگن آقا دیگه خیلی شما نشون میدی اسم و تاریخ و اطلاعات ایمیل و شماره تلفن و اینها، ولی من فکر کردم هر 10 ثانیه‌ای یکی از اینها میاد اینجا که شما ببینی ما کی هستیم، شمارمون چیه، ایمیلمون چیه. و امروز چند شنبه است. حالا شما باز اشتباهی که میکنید، هی میگی در 40 سال رادیو تلویزیونای خارج از ایران 40 سال نیستن خانم. یه سری تلویزیونای، این کلمه بدوی درسته یا بدوی، یه سری تلویزیونای نیم ساعته واز شدن 30 سال پیش. بعد از 20 سال پیش یه دفعه این تلویزیون ها به شکرانه ستلایت و اینها اینجوری شدن و دیدیم که چه آسیبی هم زد. یعنی اگه اون موقع یک شنبه آقای کیه لیمونادی یه برنامه میذاشت، میشه بگی 80% ایرانی های لس آنجلس نگاه میکردن، الان آقای لیمونادی اگه تو 3 تا کانال برنامه بذاره 3% از ایرانی هم نگاش نمیکنن. چرا؟ تفرقه ایجاد شد. و این هیچ کاری هم باز به تلویزیون های ایرانی نداره، یک کمی ما دخالت داشتیم، ولی جبر زمانه. شما خودت الان نگاه کن این تلفنی که دستته، صبح از خواب که بیدار میشی اولین کاری که میکنی میزنی. حالا امروز که ما قبل از اینکه بیدار بشیم یه نفر برامون فرستاده بود که جاب میخوای، یعنی یه شغلی، گفتیم نه بابا ولمون کن، روزای ویکند که ما میخوایم شما نمیدین. حالا مولا رسیدین مدرسه نمیرم، روزی هم که میرم مدرسه جمعه. خلاصه تا بیدار میشیم میزنیم تلفن، تلفن نگاه میکنیم که ببینیم مسیجی MSM SM چیه این MSM SMS من نمیدونم SMS پیامکی نداشته باشیم. بعد میریم توی ایمیلمون، بعد میریم توی تلگرام، بعد میریم توی اینستاگرام، بعد میریم توی فیسبوک، بعد میریم توی مسنجر، دیگه چیزای دیگه هم هست، ویمو، ایمو، شیمو، سیمو، نمیدونم فلان. در صورت دوست من این روزا اینجوری شده، الان خود آمریکایی‌ها صداشون در اومده میگن یک اشکال بزرگ در دو دستگی مردم اینه که وقتی شما ترامپ رو دوست نداری میتونی بری اخباری که درباره بدی ترامپ فقط ببینی و خوشحال میشی، در صورتی که این درست نیست. میگه اون قسمتشو میگی که ترامپ با همه نادانیش یک کار درست کرد، شما اونو گوش نمیدی و هممون شدیم خبرهایی که خوشمون میاد گوش میکنیم. یادتونه من چند ساله میگم این تلویزیون های لس آنجلسی مثلا اسم خودش گذاشته تلویزیون ایران آریایی. یعنی چی؟ یعنی فقط اونایی که مثل این احمق هستن و فکر میکنن نژادشون آریاییه بیان این تلویزیون رو نگاه کنن، دیگران حق ندارن نگاه کنن. من حتی به دوستان چپ گفتم آقا شما نگید حزب کارگری، حزب کمونیست کارگری، چرا میگید کارگری؟ وقتی که میگید دکتر کارگره، راننده کارگره، این سپور محله کارگره، معلم کارگره، خب بگید حزب کمونیست مردمی، بگید حزب کمونیست دیگه، هی لازم نیست همه چی رو توضیح بدید که. ولی اینا اشکاله، طرف میاد اسمشو میذاره اینجوری. یک نفر اگه رفت اونجا، دیدید تا حالا چند تا از دوستای خودشون اومدن روز اول به به و چه چه همچین که یک جمله برخلاف صاحب تلویزیون گفته عذرشو خواستن. عذرشو خواستن چیه؟ با جر و دعوا و فوش اونجا تو استودیو جر و دعوا و فوش میشه هم دیگر میندازن بیرون. اشکال زیاد داریم، ولی یکی از اشکالامون هم بیننده‌ای مثل شماها هستن که میای، تا میای اومدی وسایل خرید و گذاشتی رو میز آشپزخونه، اومدی اینجا ببینم این چی میگه. این پدر سوختم که تاریخو ننوش، من نمیدونم کهنه است یا جدیده. شما گوش کن، اگه تا حالا نشنیدی برای شما جدیده، پس لازم نیست بنویسه لایو. این آقای امیر قاسمی یه دفعه من بهش گفتم آقا این برنامه بازپخش شما هم بنویسه لایو و چه بنویسه زنده، خندید گفت سوربی جان این کاری که میکنیم طرف میشینه نگاه میکنه بعد مثل تو هم زنگ میزنه. ببین اینا کجای کارن؟ حالا یکیش بدبخت میاد مینوسه زنده، یه ساعتی هم من یه مدت ساعت گذاشته بودم، ساعت دیجیتالی اینجا مثلا ساعت به شما نشون بده که الان بله بفهمم یکی مسیج گذاشت.
three text messages. سه تا text message. Stop what? Who is this? It's an ad. They somehow ببخشید من اینو بفرستم. همین که صبح برای ما نوشته این کاره و فلان اینها، بعد شما این روزا هر کدوم از این تکست هایی که نمیخواین دوباره براتون بفرستن یک کلمه استاپ STOP اینو بنویسید. اگر سیستم درستی باشه فوری برای شما مینویسه که ما استاپ کردیم، و اگه دفعه دیگه میخوای باید بیای همینجا بنویسی استارت تا شما رو در جریان بذاریم. ولی این دوستان احیانا ایرانی هستن، میگه استاپ وات؟ استاپ همین کاری که کردی فرستادی برای من، استاپ. اگرم کاری نکردی به شما نیستی. میگن وقتی چوبو برمیداری سگ دوز در میره. اینم دوستان ما هم اینجوری هستن. و اما پرچم ایران، زن زیبا اندام. بذارید من یک مسیج دیگه دوستی گذاشته اون رو هم پخش کنم که بعضی وقتا یادمون میره. گذاشتیم در این قسمت لایف تودی. ببینیم که فکر کنم از شمار تلفن 503 است. ما یه دوستی داشتیم قبلا تو این ایریا کد 503، یک خانمی بود خیلی قشنگ با شور و هیجان صحبت میکرد و یه مدت دیگه اصلا ازش بیخبر شدیم. حالا این خانم که پیام گذاشته 4:20 صبح، خدا رو شکر که ما تلفن ها رو میذاریم بره رو پیامگیر، و الا فکر میکنید من چه اعصابی داشته باشم وقتی 4:20 این دوستمون زنگ میزنه، نزدیکای ساعت 6 این دوستمون زنگ میزنه، تازه حالا طلبکارم شده چرا به من میگه استاپ. بشنویم ببینیم این خانم چی میگه. سلام آقای سردی، کسانی که ستاد پشتیبانی از جنبش ملت ایران رو تشکیل دادن، وقتی از این راه دور شهامت معرفی خودشون رو ندارن، میخوان بگن رژیم ایران رو عوض کنن. اینا کنار گود نشستن و میگن لنگش کن. ضمناً اگر وضع در ایران تغییر کنه، یا باید با رژیمی سرکار داشته باشن که در بس نوکر آمریکا و انگلیس بشه مثل دوران شاه و با اسرائیل هم لاس بزنه، یا وضعی بدتر از افغانستان و عراق پیش بیاد. و کسی اینا که اینجا هستن که نمیجازه که اونهایی که در صحنه و در ایران هستن بیچاره میشن. اگر باید تغییری در ایران رخ بده، ایران به یک بزرگمردی مثل دکتر محمد مصدق نیاز داره که متاسفانه پیدا کردنش مشکله و در حال حاضر نظرش هم نداریم. به نظر من علی‌رغم اینکه الان ایران با مشکلات خیلی زیادی مواجه هست، باید به یک تغییر تدریجی فکر کنادم، به یک تغییر تدریجی رو به آزادی. برای اینکه اگر اشکالی پیش بیاد با آشوب و جنجال و از بطرازین میشه و ایران به معنای واقعی از دست میره، همون چیزی که دشمنان ایران میخوان. و این کسانی که اینجا هستن از دور نشستن، اون وقت چه کار خواهند کرد؟ الان مردمی که از عراق دورن یا مردمی که از افغانستان دورن، برای کشورشون چه کار چه از دستشون کار میاد؟ اینها فقط بلدن از راه دور، فقط برای اینکه بگن ما هم هستیم یه چیزی بگن. درسته ایران خیلی اشکال داره، الان خیلی اشکال داره، ولی خود مردمی که در داخل ایران هستن باید راستشون رو روشن کنن. با تشکر تمام. آقا قشنگ پیغام گذاشتن، صدای ایشون خیلی برای من آشناست. فکر کنم یه خانم دکتری بود، سالها پیش با برنامه ها تماس میگرفتن، فکر کنم ایشون باشن. درصد ممنون و متشکرم، شما کاملا درست میگید. در رابطه با ستاد اتفاقا من دعوت کردم اگه اینها بیان ازشون سوال کنم آقا خانم شما حاضری بری ایران؟ اگه گفت حاضر نیستم، بگم حاضر هستی پول خرج کنی یکی دیگه بره ایران؟ شما فکر میکنید شما اگه پول بدید کسی حاضر میشه خطر کنه بره ایران؟ اگه شما خودت حاضر نیستی بری ایران، اگر میدونی با پول دادن کسی رو نمیتونی اجیر کنی اون بره ایران، پس بشین راحت ببین ایرانی ها در ایران چه میکنن. و این حرکت حرکت بی خودی است.
ممنون و متشکرم. این پیام شما رو برای دوستان در ستاد میفرستم. من یه دوستی دارم به نام آقای حسن خزایی. آقای حسن خزایی یک شیرازی خیلی خوبه. اولا شیرازی بد نداری، همه شیرازی ها خوبن، این خیلی خوبه. ولی آقای حسن جان، وقتی شما پیام میفرسی و اوتوماتیک وار این فیسبوک برای شما مینویسه که من نمیخونم این پیام ها رو، یا ایمیل بزن یا با تلفن پیام بذار، چرا شما دوباره میفرسی؟ بعد این چه کار زشتیه که برای خود من برنامه خود من رو میفرسی؟ آقای سعیدم یه بار گفت این همشهری شما منت سرت میذاره که من برنامه شما رو برای دوستان فرستادم. ولی الان من صفحه شما رو نشون میدم، یه تبلیغ مجانی دوستان برای این آقای حسن خزایی، چون بعد از این ایشون رو بلاک میکنم. میدونی چرا؟ خب اگه قرار باشه شما به من احترام نذاری و فقط وقت من رو بگیری، من به دوستی شما احتیاج ندارم به این صورت دوست عزیز. یعنی دوستی مثل شما داشته باشم دیگه دشمن لازم ندارم. این آقای حسن خزایی، نگاه کنید دوستان، اینجا که شما میای یه ساعت قبل راجع به اون ازدواج بین فامیل و اینها گفته، الان هیچ کاری انجام نداده. من حتی اینو ریفرش میکنم که شما تازه از تنور اومدهشو ببینید، برای ریفرش میشه. این ریفرش رو یاد بگیرید که فیسبوکتون چجوری ریفرش میشه، صفحه وبسایت ها چجوری ریفرش میشه، خیلی کمکتون میکنه. خب اینجا اینو نیذاشته، ولی شما اومدی برای خود من اینو فرستادی. خب این کار زشتیه. یعنی چی؟ نگاه کنید اینجا رو ببرم پایین تر، بزنید اصلا فلوتینگ، نه فلوتینگ هم نمیشه، بزنید یه لحظه اینجا یه لحظه دوستان ببینید، آخه ما هر کاری انجام میدیم یه منظوری ازش داریم. من میخوام منظور شما رو از این بفهمم. منظورتون چیه؟ که سوربی اگه مغزت کار نمیکنه، خودت برنامه زنده داری، بیا اینجا تماشا کن. چیه منظور شما که توی پیام برای خود من برنامه خود من رو میفرستی؟ پس همینجا اجازه بدید دوستان این بلاک کردن رو هم یاد شما بدیم. اگر کسی مزاحمتون هست، حتی دوستانتون، لازم نیست فقط دشمن باشن یا مخالف باشن، فوش و فوشکشی کنید. شما میبینید یه دوستی دارید هر آشغالی برش میاد بدونی که خودش نگاه کنه برای شما میفرسه، دو سه بار، ده بار، 20 بار تذکر میدید، میبینید ایشون گوش نمیده. خیلی قشنگ میاد میگه آقای حسن خزایی از شما ممنون و متشکرم، احیانا فکر میکنم برنامه رو داری نگاه میکنی چون برای خودم فرستادی، من میام اینجا فعلا شما رو بلاک میکنم تا اطلاع ثانوی. چقدر راحت میشه آدم بفهم. میگه بله you have blocked حسن خزایی، خیلی ممنون متشکرم. حالا مجبور میشی از طریق ایمیل تماس بگیری اگه مایل هست. بعدم آقا چیزا رو که میفرسی اونا که جواب میدن بخون، شاید نوشته باشه این چیزی که فرستادی FBI اومده از من داره سوال میکنه دنبالتن، حواست به خودت باشه. هیچی این دکمه رو زر رو زر میزنی، دقایقی که برای من این ویدیوها رو میفرستی ویدیوها رو جمع کن، از عمر یک آدم 94 سال مثل جورج بوش زیادتر. جورج بوش پدر جمعه مرد. خب این جورج بوش پدر از جمعه تا حالا همه کانال ها، چه اونایی که ریپابلیکنن چه اونایی که دموکراتن، دارن ازش تعریف میکنن. توی کار سیاست هم آدم بدی نبوده، ولی این اولین رئیس جمهوریه که وقتی من اومدم آمریکا، اون موقع ریگان رئیس جمهور بود، ولی اون موقع ما هنوز پامون باز نشده بود واشنگتن و نمیدونم کپیتال و این مجلس و این ور اون ور. ولی این اولین رئیس جمهوریه که من باهاش عکس دارم و این عکس رو نگاه کنید، این جورج بوش پدره که 94 سالگی مرد، اینم سوربیه با سیبیل جوانتر بوده که شماها پیرش کردین. ولی بعدن گند اینم بالا اومد که اینم مثل سیاست مدارای دیگه، این خانمه میبینید اینجاست، همون شب با این خانمه یا گیر داده بود یا بند کرده بود. همین زن فعلی ترامپ
میدونید که اینا در کار سیاست بعضی جاها وقتی نمیتونن همسرشون رو ببرن، همش اشتباه میکنن با سیکرت سرویس، اسکورت میبرن. اسکورت یک کلمه مؤدبانه است برای زنان اجاره‌ای و مردان اجاره‌ای. برید بزنید روی یوتیوب، روی گوگل بنویسید اسکورت، بعد بنویسید من دو تا تیکت دارم مال مسابقه هاکی تنها هستم. طرف میگه آقا منو ببر پول تاکسی تو میدم. اون یکی میگه بعضی هاشون باید پولش بدی همراهت بیان. و اینا اینجوری هست. وقتی میان واشنگتن، توی واشنگتن این خانمش تگزاسه، بیشتر این نمایندای مجلس و سناتورا وقتی میگه 30 سال 40 سال سناتوره یعنی چی؟ یعنی این 30 سال 40 سال از خانوادهش دوره، زنش اونجا ول کرده، بچه هاش اونجا ول کرده، میاد اینجا هر از هفته ای هر از ماهی میری یه سر میزنه و میاد. ولی وقتی اینجاست با کیا داره میچرخه؟ با اینایی که اطرافش هستن. اونی که میاد یه شغل میخواد، این بهش میخواد شغل بده، که خودشون میگن سیاست مدارا دردی یعنی کثیف هستن. ما میگیم سیاست بی پدر و مادره، اتفاقا اینا چند تا پدر دارن و کثیف هستن. خدا رحمتش کنه، مرد. خانمش هم همین امسال گذشت، مرد درگذشت و تموم شد و رفت. و اینم بابای همین جورج بوش دیوانه بود که اون حمله اولی رو شروع کرد به عراق به خاطر حمله به کویت. و این جورج بوش به پدرش گفته بود که تو اون کاری رو که باید تموم میکردی انجام ندادی، باید صدام رو نابود میکردی. و رفت و اون کاری کرد و دنیا رو هم ریخته به هم، که امروز اون خانم به این قشنگی توضیح میده، میگه شمایی که اینجا سازمان درست میکنید به این دلیل که تو ایران شلوغ شد، همتون فکر کردید حالا که شلوغ شد همجور ادامه پیدا میکنه، چی دارید برای مردم؟ اونا برن شعر گنجشکک عشیمشی، یکی بگیره و یکی بکشه و یکی بپزه و من و شما بریم راحت بخوریم. نه عزیزم، اگه اینجوری باشه 80 میلیون ایرانی و به قول خودتون گرسنه وایساده، مگه میذاره اون گنجشک گیر من و شما بیاد؟ پس به فکر این نباشید. بله، نمیگم حمایت نکنید، فعالیت نکنید، فعالیت کنید منطقی. به قول دوستمون آقای شهرام ایران بومی، دکتر ایران بومی، توانستن خواستن در حد توانستن، به اصطلاح خواستن توانستن است. این میگه خواستن در حد توان توانستن است. حالا به هر کدوم از دوستان میگیم شما میری، میگه نه آقا من که دیگه حالا پیر شدم، اینجا بازنشستگیم درست شده، حالا پشم کجا برم؟ شما میخوای چیکار کنی؟ میخوای به دیگران بگی برن ایران؟ یعنی اونا از شما نادانترن؟ یا به اونایی که تو ایرانن بگی برو ایران؟ خب اونا که ایرانن. هیچ وقت کسی رو یا بچه‌ای تو خانواده‌تون بوده که یه چیزی رو بزنه بشکنه، بعد مثلا با چسب بچسبونتش، بعد بگی بابا بیا درستش کردن؟ بعضی وقتا تازه میگن از روز اولش هم بهتره. حالا مهدی از کالیفرنیا نشسته باشه این فیلمو ببینه میفهمه. هر وقت پیچی میبرید و چیزی گم میکرد، میگه حالا از روز اولش هم بهتره. اون موقع 5 تا پیچ باز میکردیم، الان یکیش گم شده 4 تا پیچ باز میکنیم. ضمناً چون جزء خانواده کلیمیان هستن، بهشون هانیکا رو تبریک میگم. امروز مثل که اولین روز این ماجرای هانیکا هست. هانیکا هم یک داستانی مثل همون داستانهای دروغ ادیان دیگه، نمیدونم روغن ریختن توی چراغی برای یه روز بوده ولی برای 9 روز روشن شد. حالا شما چه میدونی وقت شما نبودی یکی دیگه آمده روغن بعد. حالا این چه معجزه ایه دیگه؟ وقتی معجزه پیدا نمیکنن، اون یکی دم ما رو میگیره میگه اساش رو، اون یکی نمیدونم میگه رفتیم دریا رو باز کردیم، اون یکی میگه شق القمر کردیم و الی آخر. در صورت تبریک میگم به دوستان کلیمی یهودی و به قول خودمون شیرازی جودا شیراز. و این ماجرای هانیکا هم الان چند سال به زور چپوندنش توی وایت هاوس هم اون جلو هانیکا رو میذاره و روشن میکنه. بعدم مسلمونا گفتن خب برای ما هم باید ماه و ستاره بذارید، همون هلال احمر رو بذارید. و روزگار غریبی است. همه اینا رو شما داشته باش، همین جورج بوشی که
مرد و رفت، دور دوم انتخاب نشد به دلیلی که این مردم اون موقع مغزشون بیشتر به خاطر میسپرد. گفتن تو آمدی گفتی no more taxes، من مالیات رو زیاد نمی کنم، مالیات رو زیاد کردیم، ما دیگه بهت رأی نمیدیم. مثل الان نبود که طرف میگه زنها رو آزار میدی، میگه خب آزار بده ولی میخواد به ما پول بده، میگه بابا این دختر خودش هم میخواد بلند کنه، میگه اب نداره دختر من که نمیخواد بلند کنه. اینا اینجوری بی غیرت شدن ملت. در هر صورت این آقای جورج بوش وقتی که سال 92 دیگه چیز نمیشه، توی هواپیما که داشتن میومدن اون میبینن خیلی جو گرفته است، باورتون میشه همه نشستن توی هواپیمای دولتی که مال من و شماست، دعا از این سرودای تو کلیسا میخونن، نمیدونم چی گریس میخونن، این گریس والا گادز گریس میشه گریس رضای خدا، ولی اینا یه چیز دارن. وقت هی هم میگن که سیستم سیاسی آمریکا دین از حکومت جداست. آقا کجا جداست؟ همین الان هر کدومشون میخوان بره رئیس جمهور بشه، میخواد شهردار بشه، میخواد نمیدونم چی بشه، نماینده مجلس بشه، باید دستش بذاره رو انجیل قسم بخوره. اگر دین جدا بود باید میرفت اونجا دستش بلند میکرد، میگم من قول میدم قانون اساسی اینجا رعایت کنم، قول میدم به مردم احترام بذارم، قول میدم حق مردم رو نخورم، ولی دستش میذاره رو انجیل. همشون هم میان با افتخار میگه این انجیل مال بابا بزرگمه، این انجیل مال ننمه، این مردی که دیگه دوتا انجیل آورد این دیوانه شارلاتان ترامپ. و یکی نیست از بپرسه تو همون یکی خوندی که حالا دوتاشو میاری؟ آه این ماجرای اسکورت و اینا برگردیم، این خانمه که اون شب بوده با بوش نمیدونم هیچ جام دیگه اسم چیزیش نبود، چون اون موقع خیلی نمیرفتن دنبال این ماجرا، ولی نه اینجا، هر جای دنیا الان به نعمت این اینترنت و اینها این ماجرای اسکورت هست، و اینها هم برای که هم تنها نباشن هم به اصطلاح حالی بکنن اسکورت. من فکر میکنم این ماجرای حتی زن این شارلاتان هم چون اسکورت بوده و اینها با این آشنا شده، بعد دیده بابا این پولدار و اینها باهاش مونده و اونم میره اون زنه رو طلاق میده و میاد و اینها. ماجرای این که یه چیزی که میشکنه میچسبوننش، میگن ببین درستش کردم، این ترامپ با حماقتش دنیا رو ریخت به هم، این همه پول داد به جی ام، بعد جی ام بس کارخونه ها رو 14800 نفر رو بیکار کردن برای که گفت ما چیزایی که میخوایم از مکزیک و چین بیاریم گرونه، برای ما نمیصرفه ماشین کوچیک اینجا درست کنیم. حالا همه این ضررها رو زد، حالا رفته اونجا آرژانتین، دو روز پیش رفته اونجا، اونجا توافق با چین که فعلا 90 روز بی خیال همون جوری که بوده ادامه بدیم ببینیم چی میشه. از دیروز تا حالا داره با افتخار میگه دیدید من درستش کردم، چیه درست کردی؟ زدی شکوندیش حالا چسبوندیش به هم. اون وقتا تو شیراز این قوریایی که تهرونی ها میگن بند میزنن، شیرازی ها میگن گنگو، یادتونه یه چیز سفیدی هم میمالیدن بهش سوراخش میکردن اینا، قوری رو میگفتن این طرف حالا شده مثل قوری گنگویی. حالا چرا این کلمه گنگو نمیدونم چی، یعنی مثل یه قوری که بند زده، بالاخره یه جاش چکه میکنه لیک میکنه، بعد یه مدتی گرما بخوره اصلا ممکنه دوباره بشکنه. در صورت سیاست آمریکا رو این مردک شارلاتان در رابطه با ترید یعنی معاملات بدو بسون بین این کشور با اون کشور و اینها فعلا ریخته به هم، و قرار شد یک عهدنامه‌ای هم بین اینجا و کانادا و مکزیک باشه که امضا کردن اینا، ببینیم حالا اون چی میگه. و اما پیام‌های خانم لیلا میلانی چه جالب، پس از 11 ماه پیدا شد، همینجوری نوشتم و باورتون میشه پس از 11 ماه این پیام‌ها پیدا شد. ولی پرچم ایران زن زیبا اندام، آها این دوستانی که مجاهد هستن و دوستان شاه‌اللهی، از این دو طیف من واقعا سوء استفاده چی بیشتر ندیدم. این کلمه درسته؟ سوء استفاده چی؟ هر وقت یه بمبی یه جا منفجر میشه، لاستیکی یه ماشینی میترکه، مجاهدین میپرن جلو میگن ما انجام دادیم. هر وقت یه جایی یه کسی میاد یه حرکتی انجام میده، فوری آقایون و خانمای شاه‌اللهی میپرن دورش،
این شاه اللهیه. یک خانمی که البته خود اینم یه جورای مغزش مثل که 3-4 تا پیچش شله، بلند شده از ایران به هر جوری بوده رفته نمیدونم پکن و چین و اینها و اونجا جز یه مسابقه شرکت کرده. اون وقتا یادتونه مثلا سالی یه بار میگفت دختر شایسته ایران، برای همه جالب بود، عکسش رو کیهان میمد، رو زن روز میمد. الان 109 دختر شایسته، دختر بایسته، دختر کتکلوف، دختر دیدین یه خانمی به نام اشلی سامتینگ این جز به زنهای کتکلوف اومده و جا باز کرده و چقدر چیز شده. همه اینا رو داریم دیگه، برای کس خیلی جالب نیست دختر شایسته ایران در چین. بعدم این خانم اومده رفته اونجا، آقای زرابی و دیگران تا فهمیدن این خانم دختر شایسته شده همه پریدن آقا بیا شما، خانم بیا شما طرفداری از رضا پهلوی. این بدبختم از هول حلیم افتاده تو دیگ، برای که یه لباس مجانی بهش بدن و اینها آمده یه لباس فیروزه‌ای که براش درست کردن و فرستادن و بعدم این گفته آ جانم فدای ایران، شاه فقط رضا شاه، که این هم ایران نمیره. حالا برید نوارش رو پیدا کنید. این آقای خوشنودی امروز نیستش، آقای نوروزی اینجاست. آقای نوروزی اگه میتونی این پیام این خانومه رو پیدا کن. من میدونم سال هاست که دیگه دختر شایسته فقط به زیبایی نیست، ولی این خانومه به نسبت دخترهای ایرانی که ماشاءالله آدم میبیندشون با وجودی که با حجاب هم هستن هوش از کله آدم میپره، همچینم چنگی به دل نمیزنه. ولی خب حالا ما میگیم قبول شده رفته نمیدونم شده فلان، ببینید چه فوشایی به رضا زرابی میده، به دیگران میده، به اون زنه میده که شما مگه شما برای من ویزا گرفتی. مجاهدین ماشاءالله از سوء استفاده گذشته خیلی هم بددهن هستن. آقای حرفا رو نزن. آقای غلام ترشیزی دیدید اونم بلاک کردم، گفتم برو آقا. اینا به هر کی دلشون میخواد فوش میدن، بعد اگه یکی یک کلمه ای گفت آقا بالای چشمت ابروه، میگه نه خیر ما ابرومون رو چسبوندیم پشتمون که عقب عقب هم یکی ما رو میبینه فکر کنه صورتمونه. از فوش و ناسزا و اینا من فقط براشون مینسم خیلی ممنون، معنی پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک رو هم فهمیدیم. بعد تا میخواد جواب بده بلاکش میکنه که بره بسوزه. شما این کارو بکن آقای اکبر. خب این خانمه دختر شایسته ایران در چین رو پیدا کنید، یکی از این بپرسه بیچاره تو که میگی من دوتا اسپانسر داشتم، یعنی یک کسی یه لباسی بهت میداد میپوشیدی اینجاش، دیدید اینا که میان مسابقه گلف اینا کلاهش نایکیه، کفشش فلانه، پیرنش اونه، کوتش این، اینا همش پول میگیره، 100,000 دلار، 1,000,000 دلار، 10,000 دلار. حالا خیلی هم بدبخت باشه مثل من و این دختر شایسته، همون کوتره بهش مجانی میدن میکنن برش، یا میگن بکن برد فوری بعد از مهمونی بیار پس بده. برید ببینید این دختره چی میگه. و این برای آقای زرابی، اتفاقا مادر زرابی رفته بود اونجا عکساش فرستاده بود، خیلی هم جالبه. مادرم از فرودگاه بین المللی فرانکفورت، میخوام بگم آقا مگه از فرودگاه های غیر بین المللی میشه به کشورهای دیگه پرواز کرد؟ این من نمیفهمم. بابا مامان شما بس همه 300 دلار داده میخواد سوار هواپیما بشه، حتما باید بگی فرودگاه بین المللی. ای داده بیده. خب پرچم ایران زیبا اندام. دوستانی که روی فیسبوک هستن گاهی وقتی یکی دو ساعت زودتر از شما حتی متوجه میشن که برنامه من راجع به چی هست. بذارید من ببینم که اینو گذاشتم اینجا هستش یا نیستش. این هدا جرا قهرمان پرورش اندام، اینو من براتون بیارم با هم نگاه کنیم. شما عکسشو ببین، تو ایران مثل که جدیدن میگن حالشو ببر، تا منم مقالهشو بخونم. این از اینجا. اوکی، کمرای دو برای شما، نوشته فلانم برای ما. میگی که هدا جراح قهرمان پرورش اندام، حالا من نمیفهمم، گفته این دوتا نقطه اون وقتا یعنی گفته برهنگی علامت سوال، مشکل زنان ایران حکومت مذهبی و زن ستیز است.
هنگام شرکت در مسابقات بین المللی دو راه پیش روی من است: حضور مستقل و به نام کشور محل زندگیم، و یا حضور با نام کشور عزیزم ایران. پرچمی که به عنوان نماد یا نماد یا نماد رسمی از کشور ایران در مجامع رسمی جهان شناخته می شود، همین پرچم الله نشان است. من با بردوش انداختن آن نشان می دهم که آن تفکری را که سالها مانع موفقیت ما بوده پشت سر گذاشتم و باورهای پوچ صاحبان نمادهای جعلی پرچم نتوانستند جلوی رسیدن به هدفم را بگیرم. زنی که با عنوان یک ورزشکار میتوانست در وطن خود تلاش کند تا با موفقیت در عرصه‌های اجتماعی دست یابد، برای فرار از افکار داعشی تمام تلاش خود را به کار بست تا با زحمات بسیار دنیای تازه برای خود بسازد، آن هم در غربت. اما آرزو دارد زمان تغییر هرچه زودتر فرا رسد و دختران ایرانی مقام و احترام از دست رفته خود را که فرقه مذهبی حاکم از آنان ربوده دوباره بازیابد. هدا جراح در وبسایت شخصی خود آنچه از کودکی تا امروز بر او گذشته را در واژه‌ها و جملاتی ساده و خودمانی به زبان آورده، گویی داستانی است نزدیک، خیلی نزدیک داستان مادر. خب دیگه این حالا انشاء است. یک خانمی رفته، نمیدونم کجا هم زندگی میکنه، رفته اونجا، فکر کنم به نظرش گفته من اگر این پرچم رو بذارم بیشتر سر و صدا میکنه، و باریکلا اگه این کار کرده باشه هدفش به اصطلاح درست فکر کرده و سر صداش همین که ما هم یه تلویزیون نقلی در آمریکا هم داریم قنبل ایشون رو نشون میدیم، پرچم الله رو نشون میدیم. خب اینم از این ماجرا، پرچم ایران، خانم زیبا اندام. این کلمه هدا وقتی می نویسن هدی، می خونن هدا، یه عکسی هست، من اون روزم گذاشته بودم بهتون نشون بدم ولی یادم رفت، حالا بهتون نشون میدم. به نظر من خیلی قشنگه، جوکم اگه کسی میگه یا می نویسه باید کوتاه، مفید، مختصر و ما هم بفهمیم یعنی چی. راجع به جوک، این بنده خدا آقای علیرضا رضایی فوت شد، مرد، رفت، حالا یکی یکی برنامه ها می سازن. چه کسی ایشان را کشت؟ آقا طرف میگه 18 سالم که بوده من سرطان داشتم تو ایران. وقتی با هادی خورسندی صحبت میکنه بهش میگه من یه جسم ضعیفی دارم، و شروع میکنه به گریه کردن. با همه اینها سیگارشو ترک نمیکرده. اوکی، حالا اون که ایرانی بوده و سرطان داشته، فرمانده نیرو دریایی آمریکا در بحرین مرده، حالا براتون میارم میخونید، میگن نمیدونیم هم چرا مرده. و اما این راجع به هدا و اینها، این نوشته رو یاد من آورد، میگه ما اشتباه کردیم، با کمی دقت متوجه میشوید همانطوری که مینویسیم عیسی و میخوانیم عیسی، و یا مینویسیم موسی و میخوانیم موسی، پس در واقع وقتی که مینوشتیم تولید ملی و ثروت ملی، در اصل باید می بود تولید ملا و ثروت ملا. ما اشتباه می خواندیم و این بندگان خدا اختلاس نکردند، مال خودشان بوده، بار الله ما را ببخش، تهمت زدیم و زود قضاوت کردیم. حالا من این کت شلوار عبا و عمامه این آقا را بهتون نشون میدم از نزدیکتر، که با رنگ ماشینش عبا و نمیدونم چیشم اینجوریه، و نوشته را هم بهتون نشون میدم، فکر کنم درست خوندم، حالا اگه یه وقت من درست نخوندم شما به من بگید. دوستان از هفته پیش تا حالا این تصویر ما یکم میلرزه، فلیکرینگ میگن، مثل چراغ. میدونید شما اگر مثلا وسایل 60 هرتز 60 فرکانس رو یه جایی روشن کنید که 50 فرکانسه یا 50 هرتزه، این یکم این اشکال ایجاد میشه، نمیدونم چرا. شاید باید یه لیف و صابونی به این کامپیوترم سر سال نو بزنم. و اما همون جوری که این آخوند و ملا و ملی رو نشون دادیم، این عکس رو هم بهتون نشون بدیم.
آقایی به نام بهروز عظیمی نمیدونم اینو فرستاده یا اون اینو روی فیسبوکش گذاشته، دوستان دیگه برای من فرستادن، عکس بسیار جالبی هست، فکر نمی کنم ایران باشه. نوشته که پسری که زیر پل به کودکان یتیم خواندن و نوشتن یاد میدهد، این عکس باید کل فیسبوک را پر کنه، هر اشتراک مساوی با قدردانی و حمایت است. ما اینجا داریم حمایت و قدردانی میکنیم و این کاره، اینی که اینا رو جمع کرده اینجا نشستن زیر پل، اینجا داره نشون میده. دیدم حالا از ایران یه نفر یک تشتی، یادتون تو ساختمونم تو این تشتای بنایی آتیش را مینداختن، چوبای اضافی و اینا رو میشکندن آتیش را مینداختن، یه معلمی نوشته بخاریمون خراب شده، یک تشتی رو اونجا روشن کرده و بچه ها رو هم نشونده اون دور و میگه که ما مجبوریم اینو روشن کن. آقا خانم گور پدر این آخونده، همشون دوز زایده شدن، دوزدم از دنیا میرن، امیدواریم همشون هم امشب از دنیا برن. ولی آخه ببخشید ما چه ملت بی غیرتی هستیم که بچه‌هامون که تو این مدرسه هستن، یعنی اون ده بخاری نداره، اون شهر بخاری نداره، بخاری خودمون رو با بچه‌ها ببریم بذاریم مدرسه. بابا یه چیزی این جادجودی رو نگاه کنید، وقتی طرف میاد حرف میزنه ها میگه تو 3-4 تا پیچت شله. یادتونه تو ایران هم میگفتن آقا مغزت 3 کار میکنه، اون موقع پیکان و فولکس و اینا بیشتر بود، مثل ماشین جیان 2 سیلند یا مثل ماشین های دیگه 6 و 8 و 12 و اینا نبود، همه 4 سیلند رو بلد بودیم. میگفتن مغزت 3 کار میکنه، یعنی 1 سیلند یا شمش خرابه یا رینگش خرابه یا پیستونش خرابه کار نمیکنه، بنزین مصرف میکنی، بنزین خام میدی بیرون. اینم این ماجرا. به من بگید ما نشستیم همجور منتظر، چرا حمایت نمیکنید؟ هیچ که ننوشته، اقلا بنویسید که چرا ما نمیبریم بخاری رو بذاریم تو مدرسه برای بچه های خودمون. خب چون ماه دسامبره، بذارید اینم من براتون بفرستم، یعنی نشون بدم که چی میگه. میگه که دسامبر کلندر، تقویم ماه دسامبر، میگه this will be only time you will see this phenomenon. فنامنان یه چیزای فوق‌العاده رو میگه. بله in your life، این اولین باریه که این تنها موقعیه که شما یه همچین چیزی میبینید، چون این عمل گویا هر از 823 سال یک بار اتفاق میفته. ببینید این میچر اینجور تکون میخوره، متوجه میشید این مال چیه؟ بله فکر کنم با کامرای 2 که این کارو میکنم اینجوری میشه، نکنه حالا کامرامون خرابه، بذارید با این کامرا انجام بدم، این کامرای 3 ببینیم اینم اینجوری میشه. اگه نشود یک لحظه، کامرای 3، آها اون کامرای 2 خراب شده تکون میخوره، نه این ثابت شد. خب خیلی ممنون از کمکتون. حالا طرف پس فردا میگه آقا دیگه بهت کمک کردیم که نشستیم، شما کانال دعوست کردید، چه حمایتی میخوای، چقدر شما تلویزیون ها پر رو هستیم. اوکی ببینید نوشته که توی این تقویم وقتی نگاه میکنید این یک شنبه ها هست، چون تقویم اینا ببخشید این شنبه ها هست، تقویم اینا با یک شنبه شروع میشه، یه شنبه 1 2 3 4 5 تا یه شنبه، دوشنبه 1 2 3 4 5 تا دوشنبه، شنبه 1 2 3 4 5 تا شنبه. میگه که این ماه دسامبر 5 تا شنبه داره، 5 تا یک شنبه داره، 5 تا دوشنبه داره. It only happens once every 823 years. میگه که این فقط 823 سال یک بار اتفاق میفته و چینی ها به این میگن bag full of money، یعنی یک کیسه پر از پول. و میگه اینو بفرستید برای دوستانتون در عرض 4 روز و از لحاظ مانی و پول چه خواهد شد. یکی نمیگه آخه ببخشید من نمیگم شما احمقی، ولی آیا من احمقم؟ چینیا وقتی اینو گفتن اینترنت بوده، چینیا وقتی اینو گفتن
با نامه اینو بفرست برای این و اون. نکنید آقا، نکنید، والا آبرو خودتون رو نبرید. البته چینی ها به خیلی چیزا باور دارن که درست هم هست. یکیش اینه که میگه خونه که میخری باید رو به جنوب باشه، اون ماجرای آفتاب زمستون و سایه تابستون هست. اینه دوستان تقویم این ماه. اگه شما هم ساده باور هستی یا نعیب هستی، ساده لو هستی، اینا حتما برای دوستات بفرست و تا 4 روز دیگه میلیونر میشی. اگه اینقدر نادان و ساده با لو هستی، از همین امروز هم برو خرج کن، چون اون پول داره میاد تو حسابت. اینم ماجرای اینترنت. و گراس روت اون روز سعید برامون فرستاد و من گفتم، من هم خودم اینو مدت هاست که اینجا دارن، به دوستان هم میگم، حتی به دوستان در ستاد، حتی به آقای چمنارا اینا، حتی به آقای هوشنگ امیر احمدی گفتم شماها میاین همتون با وجودی که میگید حرکت ما مردمیه، ولی از بالا دارید نگاه میکنید به مردم، میگید من اینجا وایسادم شما بیاین، حاضر نیستی یه قدم بری با یکی دیگه، و این گراس روت نیست. ولی اگه یه روزی تصمیم گرفتید گراس روت موومنت انجام بدید، میشه اون چیزی که اوباما راه انداخت، رفت در خونه های مردم، خودش همسرش به اونا گفت که ببینید بچه‌تون دانشگاه میره، گفت بله، گفت بدهکاره، گفت بله، گفت ببین من سناتورم ولی هنوز بدهکارم، من اگه برم چیز اینجوری میکنم اونجوری میکنم، که اوباما از همه بدتر بود. دوستان همین الان 4 تا گاز اشکاور ول کردن، صدای همه ما میاد بیرون، در زمان اوباما 32 بار این کار انجام دادن. همین الان چند تا رو میگیرن از این مملکت میکنن بیرون، در زمان اوباما چندین برابر این کار رو انجام داده. ولی بلد بود با پنبه سر میبرید، مثل این شارلاتان هو 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 نمیکرد که الان بر اساس هو هو و چیزایی که گفته بگیرن چون تو آسینش کنن. اینه میگه که شما اگه میخوای یک حرکت مردمی موفق بسازی، 8 تا چیز رو باید رعایت کنی. اول یه سری هدفهای هوشمند انتخاب کن، تعیین کن. این قسمت شو همه ایرانی ها خوبن، آزادی فلان، آزادی فلان، مساوات فلان، مساوات فلان، این قسمت شو اوکی. بعد میگه استراتژی، یه برنامه باید داشته باشی که من میخوام چه کار کنم. بعد میگه clearly communicate. کامیونیکیت یعنی با مردم ارتباط برقرار کن. به دوستان میگیم خب حالا شما اومدی این جنبش رو راه انداختی، میخوای چی کار کنی؟ با چه وسیله‌ای؟ استراتژیت چیه؟ گلت خوبه، وسیلت چیه؟ نداره. یوز نیو میدیا. این نیو میدیا رو خود منم یک کمی سوال دارم، یعنی چی؟ یعنی تا حالا هرچی مدیا داشتی فایده نداره، باید از وسایل جدید استفاده کنی؟ دوباره این همون کاری بود که اوباما انجام داد به وسیله فیسبوک، ترامپ انجام داد به وسیله توییتر، رئیس جمهور بعدی حالا خدا میدونه تا اون موقع چه چیزی اختراع شده باشه، یا شاید هم ترامپ بزنه همه رو خراب کنه، تا اون موقع مجبور بشیم دوباره رو در دیوار خرچنگ بکشیم مثل عصر حجر. بعد میگه get fundraising. fundraising یعنی پول جمع کردن. یکی از افتخارات این سازمان ها اینه، میگه ما پولی هم از کسی نمیخوایم. خب همینجا ورشکست میشی، 2 ماه میری اجاره یه تلویزیون رو میدی، بعد میای به مردم میگید حالا پول بدید، من خونم رو گرفتن، نمیدونم خواهرم هم مرده فلان بیسا. اون آقای آریایی بود کی بود، هی آمد پولاشو داد به سکوی دیوانه، پولا خواهر مریضش هم گرفت داد، خواهر مرد، حالا این بدهکار مونده اونجا. فاند ریزینگ، اونم با این همه سیستمایی که اینجا هست. بله. بیلد کولیشن میگه با دیگران همکاری کن. بعد میگه اورگانایز کامیونیتیز، تشکیلات اجتماعات مختلف، جامعه های مختلف تشکیل بده. و بعدم میگه انگیج پالیسی میکر، برو قانون گذارا، برو این کله گنده ها رو بیار. این چیزی که ما به دوستان میگیم، میگیم آقا 4 نفر بیارین که از اسمشون استفاده کنید.
حالا اینا برعکسه، اول درست میکنن بعد میرن دنبال یه نفر کله گنده، بعدم میرن این فقط شکمش گنده است. آقای فرشگرد رضا پهلوی اول باید میرفتن با این صحبت میکردن، این بیاد عنوان کنه، این بیاد عنوان کنه، یه سیتایی مثل بره میافتن دنبالش اقلا. اوکی، مکرون هم بدترین رئیس جمهور تاریخ فرانسه است. پس شما فرانسه زندگی میکنید، دیدم عکسای بسیار زیبایی، فکر کنم یکیش اون کلیسای معروفی که تو فرانسه هست بالای اون تپه، منم رفتم اونجا. خیلی خوبه اگه کسی عکس میگیره، مخصوصا الان که یکی فرانسه، یکی کجا بود آفریقا، یکی آمریکا، بنویسه که مثلا این مجلس کپیتال واشنگتونه، این یکی مثلا مجلس ریچموند ویرجینیا، این یکی مثلا کاخ سفید واشنگتونه، کلیسای فلان در شهر پاریس، یا کلیسای فلان در اون یکی دیگه مال پاریس چیه، نوتردام، گوش پشت نوتردام، آقای آنتونی کوین بازی کرده، فیلم قشنگه. بله رفتم اونجا هم رفتم. و اما اینم بهتون نشون بدیم که شما هم می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. مثل که این واقعا اشکال همین بود، ما دو استفاده میکنیم میلرزه، ولی سه که استفاده میکنیم نمیلرزه. البته این اینجا را کلیک کنید اشتباه کردم، این مال موقعی بوده که روی وبسایت بوده. دوستان عزیز، این دوستمون آقای پتیک به ما گفت این برنامه آیا میدانید رو ادامه بده. حالا من میخوام امروز ازتون بپرسم، آیا میدانید که شما ویدیوهای خودتون رو میتونید روی صفحه مردمریپورت.com، نه مردمریپورت.net، نه مردمریپورت.com، به طور رایگان بذارید اونجا؟ آقا خانم، به جایی که به اینو این التماس کنی، برو بذار اونجا. دیدم سعید این کار کرده، یکی دیگه این کار کرده، ولی هنوز جا نیفتاده. ولی اگه شما این کار ادامه بدی، منم هی ادامه بدم بگم، را میفته، جا میفته. خب اینم از این، اینم از این. امروز ساعت 4:45 با آقای پرویز مینویی خواهیم بود به احتمال 99%. اون 1%ش ایشون چون هفته پیش رفته بوده به اصطلاح دیدن فامیل، و گویا همه فامیل جمع شده بودن در کانادا، اگه بهشون خوش گذشته باشه، یا خدای نکرده خیلی خوراک خورده باشن، مریض شده باشن، ممکنه نیان. ولی همیشه ایشون به برنامه‌ای که قول داده عمل کرده، وقتی گفته میام آمده، هر وقتم خواسته برنامه نداشته باشه از قبل گفته. من از این بابت از ایشون ممنونم. خب گرسروت و دسامبر اونو گفتیم، و اما ایران شلاق، این رو هم بگیم که خجالت آوره واقعا. اینجا نوراباد ممسنی، اینجا این تظاهرات، بعد شروع کردم به خوندن، فقط نوشته رو بهتون نشون میدم، یا میخواید تظاهرات رو نشون بدم؟ بله، نوشته شلاق زدن بر صورت یک جراح زن در شهرستان نوراباد استان فارس. دیشب دادستان شهرستان با هیئت همراه به بیمارستان مراجعه کردند و جراح در حال ویزیت تعدادی از بیماران بود. از ایشان خواستند جهت ویزیت بیماری به سفارش دادستان سریعا حضور یابند. جراح عنوان کرد من مثل بقیه بیماران تو صف انتظار باشید تا حقی از کسی ضایع نشود. این سخن به گوش دادستان رسید و عنوان کرد یا سریعا حضور یابد یا تنبیهش میکنیم. بعد از حضور جراح و ویزیت بیمار، مجدداً دادستان عنوان کرد دوباره باید بر بالین بیمار حضور یابد. جراح عنوان کرد بنده مریض دارم و فعلا نیازی به ویزیت مجدد نیست. سریعا ایشان را دستبند زدند و به آگاهی شهرستان بردند و به گواهی اطرافیان و زخم‌های سر صورت خودش و مادرش را جلوی زجه‌های بچه 3 سالش آنقدر شلاق زدند که آثار و زخم آنها بر صورت جراح کاملا مشخص بود. اکثر بیمارستان‌های شهرستان‌های استان فارس بیمارستان و مطب‌ها را تعطیل کردند و برخی استان‌های همجوار اعلام آمادگی کردند تا بر کناری دادستان و قاضی کشیک این روند ادامه خواهد داشت. لطفاً انتشار دهید تا مردم عدالت قوه قضاییه را مشاهده کنند. ایشان از بهترین و مردم‌دارترین جراح‌های استان فارس بود. کسانی که با ایشان برخورد داشتند خود شاهد بودند.
خانم دکتر فروغ رزمجویی. ما یک دوستی هم داریم به نام فریدون رزمجو، حالا ببینیم چیه. اینجا توی عکس پایین دوستان داره نشون میده همه این چیزایی که گفتن درست، ولی اینکه دکترا اعتصاب کنن مریضای دیگر رو نبینن به خاطر کار احمقانه‌ای که اون یکی انجام داده، این قسمتش اشکال داره. میتونن دکترایی که به اصطلاح سر کار نیستن بیان اعتراض کنن، میتونن به یه نوع دیگه اعتراض کنن، ولی بیمارستان رو تعطیل کنن، بیمارستان و مطب‌ها رو تعطیل کنن، اینم باز از همون کارهایی که یه کار درست هم که انجام میدیم بلافاصله یه کار خیلی غلط انجام میدیم که مساوی بشه. خب هدا جراح رو هم براتون خوندم. بریم اینجا دوستانی که درباره پاک بودن و پیغمبر بودن این حضرت جورج بوش پدر صحبت میکنن، گوش کنن به حرفای خود آمریکایی‌ها، این آقای ران پال. ران پال اولا دکتر از این دکتر مثل حقا مخا و اینا نیست، مثل ما مریضای ایرانی نیست خودشون دکتر معرفی کنه، این دکتره و چند بارم تا حالا اومده برای رئیس جمهوری چی نیورده. پسرش هم فکر کنم سناتوره. بذارید من کامرای سر بهتون نشون بدم دوستان. این روی فیسبوک هست، با دقت گوش کنید. من چند مدت پیش بهتون یه فیلم معرفی کردم که تام کروز توش بازی میکنه نقش یک خلبان لات بیپول که CIA میاد سراغش و اون داستانهای حمل و به اصطلاح حمل و نقل اسلحه و مواد مخدر به کشورهای مثل پاناما و اینها رو نشون میده. اون ماجرای نوریاگور یادتونه؟ تو این گوش کنید، با دقت ببینید چی میگه و من و شما امیدمون به چه کسانی هست. اونایی که نشستید به امید ترامپ، ما از هیچ کدوم از دیگرانش دل خوشی نداریم، ولی میخواییم به شما بگیم این ترامپ از اونای دیگه احمقتر و شالاتانتره. همین الان ماجرای این خشوقجی، ماجرای 50 میلیون دادن خواستن باج به پوتین دادن، همه اینها ببینید چجوری اینو کشونده توی این باطلاق. بیچاره شمایی که نشستید تو ایران منتظری این بیاد از باطلاق واشنگتن شما رو نجات بده. با هم گوش کنید چند سال پیش ببینید این آقای جورج بوش که مرد کی بود. Let's talk about what could be the most explosive issue of this campaign if the mass media would get a hold of it and do something about it, but they're covering it up. And that is the, you were talking about the government involvement in drugs. There have been government investigations, there have been private investigations, and we've interviewed a lot of people, ex-CIA people, who have talked about the CIA involvement in drug operations for many decades. It's public knowledge, though once again the media are not saying anything about it, that Oliver North and his people involved with the Contras have been running drug operations, cocaine primarily, bringing it back into the United States. And there are other investigations which show that George Bush's office, Donald Gregg particularly, and the people he was working with, have been supervising an enormous drug operation, which once again was sending illegal arms or down to the Contras and elsewhere, and bringing cocaine and other types of drugs back into the United States. But neither the Democrats aren't talking about this. Now, are the Libertarians talking about this, and do they put this into the framework of the drug law situation that you're talking about? We talk about a whole lot. Of course, we always have the trouble of getting the attention that we think it deserves. There have been a few Democrats have talked about it. Senator Kerry's office has done some work. He's done a lot of the investigation. Right, and I think he's on to something, and I think we've gotten some other information too, of course, that George, or the CIA has given them. خب تام اینجا بسه، چون ممکن بعضی از دوستان انگلیسی ندونن. دوستان خلاصه این مطلب اینه که میگه این ماجرای
مواد مخدر مخصوصا کوکائین و اون آلی نورد اون افسر ارتش که اسلحه به ایران ایران کانترا اصلا برید نگاه کنید دوره ریگان این شالاتانی که میگه من میخوام مثل ریگان پدر آخونده ها رو در بیارم ریگان با آخونده ها بود اسلحه میداد اسرائیل با آخونده ها اسلحه میدادن چرا گول خودتون میزنید چرا نمیرید 4 تا ویدیو که مال خودشونه این میگه که ازش میپرسه میگه خب حالا اونا که ریپابلیکن هن صداشون در نمیاد چرا شماها که دموکراتین یا این یکی که اون حزب سومی که تعدادشون هم زیاد نیست چرا شما چیزی نگفتین شماها هم احتمالاً دستتون تو این کاره میگه بله دموکرات هم که صدا نمیدن دستشون تو این کاره چون که این آقای جورج بوشی که جمعه مرد این رئیس CIA بود همین CIA که واقعا اینجا بیچاره همین بیژن قیصر همون دوربر اونجا کشته شد اسم این محل CIA به نام جورج بوش پدره یعنی این انقدر از این خدمات به آمریکا کرده که اسم یه ساختمان مهمی مثل CIA رو به نام این گذاشتن حالا ترامپ هم البته بعد از این که مونده توی ماجراهایی که حتی دیگه بیس خودش هم قبولش ندارن حالا هواپیمای رئیس جمهور رو فرستاد از تگزاس مرده ایشون رو سوار کنن و آخرین بارم سوار هواپیما شده اومده اینجا از امروز هم توی مجلس اون زیر روتاندا زیر این گنبد کبود میتونی بری جنازهش اونجاست 2 روز ببینیدش آقا خابیده بعدم میبرنش تگزاس اونها هم اونجا دفنش میکنن اینا اینه همشون اینه حالا یه دفعه یه جنبشی راه افتاد ایرانیا به خاطر یه کلمه که این گفت من میرم میزنم و میریزم پایین احساساتی شده بیچاره شما رو منصرف کرد از اون کسی که تازه بتونه دو تا کار حسابی انجام بده برای ایرانیا ولی ناراحت نباشی آخوندم از اینا زبلترن فوری آمد گفت دلاره که براتون ارزون میکنیم بهتون آب و برق مجانی هم میدیم حالا آقای خوشنودی نوشته بود که ما اون موقع یه روح الله داشتیم حالا یه روح الله زمم داریم گفتم آره زمزمم بهتون میخواد آزادی بده در صورت اینم این ماجرا دوستان عزیز ببینم براتون باز چی گذاشتم انقدر حوادث زود میاد و زود میگذره که این چیزایی که ما میذاریم اینجا کهنه میشه یادمه هم بیل مار این کمدین آمریکایی هم آقای ماز جبرانی گفتن انقدر این دولت ترامپ خرابکاری میکنه ما تا میان درباره یکیش جوک بسازیم بعدی اومده این جوک قدیمی میشه چون جوک رو اینا میگن باید دیولوب کنی دیولوب کردن یعنی توسعهش بدی با چی میگن حال بیاد دم بیاد میگه ما تا میخوایم اینا بذاریم دم بکشه میبینیم یه چیز دیگه اومده بیرون و میبینید خبرات چپ و راست برای که هر روز داره یه گندی میزنه و خانوادهش هم که از خودش کثیف‌تر و پلیدتر ولی خطر این که این دوره اولم تموم نکنه از 2-3 روز پیش که اون وکیله اومد و گفت این دروغ گفته من ژانویه دیگه چیزها رو قطع کردم این حتی وقتی که کاندیدای رئیس جمهوری از طرف ریپابلیکن ها شد باز دنبال اون طرح بوده و یه نفر گفت اصلا این آرزو و هدفش بوده از جوانی که توی مسکو حتما شنیده اونجا این ماجرای گلدن شاور و هتل مسکو و اینا دیگه میدونید که رفته بود اونجا چند نفر استخدام کرده بودن که روش ادرار کنن اینا رابط بوده از چیز آقای اکبری میگه رزجوها مال منطقهی به نام کلاسیا هستن با کروری درود ورود سالها پیش یه دوست ما بهزاد از کانادا ریلیجسلی یعنی واقعا مثل نماز و روزه که باید اجرا کنی اینم برنامه ما رو نگاه میکرد تماس میگرفت و اینها و اون میگه آی سوربی من با این شاهولایا وقتی صحبت میکنم خود اینام نمیدونن درود حالا کی باید بگن وقتی هم میخوان برن بعضی هاشون میگن درود بعضی هاشون میگن بدرود تا درود دیگر گفت من این مشکل رو حل کردم گفتیم چجوری؟ گفت وقتی میاید بگید درود ورود وقتی میرید بگید درود خروج دیگه مشکل حل میشه حالا شما می‌نویسید با کروری درود اون یکی می‌نویسه هزاران درود
از خودمون واقعا سوال کنیم کی میشه بریم خونمون مثلا بگیم مادر صد تا سلام، میگه دیوونه شده. بر اساس ممنون و متشکرم که با ما هستید با کروری درود. و اما قطر از اوپک خارج میشود. کجاست آقای محمد رضا شاه که ببینه آقا شما رفتی ازن دنیا ریخت به هم. آقای رضا پهلوی تازگی اومده بود یه حرفی زده بود راجب آخوندا که اینا اینجوری گفتن و اونجوری گفتن. آه ظریف گفته ما دوام می آوریم و اینا میخواستن دنیا رو بگیرن و فلان، حالا افتخار میکنن به دوام بیاورد. نوشتم آقای رضا پهلوی هر کی میگه نون و پنیر شما دنبالش برو بخون، برو دنبال کارت. مرد عزیز بابای تو هم میگه ما رسیدیم به دروازه های تمدن بزرگ. کجا رسیدیم؟ از شمیران و تهران رسیدیم به قم. ولمون که آقا خجالت بکش، حالا که زنت مریض بر بشین پرستاری کن، بلکه در پرستاری بتونی یکم پیشرفت کنی. چون خانمش اون روز پیام فرستاده بود که آمدم از بیمارستان حالم خوبه، تشکر کرده بود از پرستارا و دکترا، گفته بود حالا دیگه رضا همسرش باید از این مراقبت کنه. یعنی اینا نه کلفت دارن نه نوکر دارن. آقا رضا یه دستش توییتره، یه دستش هم کمک به همسرش. امیدواری موفق باشه، همسر ایشون هم سلامتیشو پیدا کنه. بله، قطر از اوپک خارج می شود. در پی اعلام خروج قطر از اوپک قیمت جهانی نفت به شدت افزایش یافت. چقدر عربا خوشحال میشن، چیز آخوندا خوشحال میشن. حالا این قطر همین بود که چون ترامپ و فامیلش پول قرض گرفته بودن و میخواستن بگن یا پولای ما رو ببخش یا پدرتو در میاریم، آمد گفت که قطر حمایت میکنه از تروریست. اگه میخواییم ببینید آخوند چقدر زرنگه، آخوند گفت آقا اینا رو ولش کن، هواپیماتو به چرخون از این ور بیا، پول ما بهت میدیم، نگران نباش. وایستاد پشتش. حالا امروز چی شده؟ امروز وقتی آخوند میاد بودجه سال 1398 رو میریزه با گوشکه نفت 70 دلاری و کمبود پیدا میکنه، کی میاد به کمکش؟ آفرین به شما که خیلی باهوشید، قطر. این آخوندها رو دست کم نگیرید، نشینید تلویزیونای لس آنجلس رو نگاه کنید. آقای فاضلی میگه من یه بنگاه معاملاتی داشتم، میگفت حالا که دیگه مرد رفت، من یه بنگاه ماشین فروشی داشتم، رفسنجانی اومد به من گفت فولکس میخوام، پول نداشت، من بهش دادم، گفتم ماهی 3 تومن بیار بده. اون یکی میگه که خونه مادر من روزه خونی بود، علی خامنه ای میمرد 2000 بهش میدادیم روزه میخوام. آقا خانم اینا رو دست کم نگیرید، اینا رفتن دنبالش. حتی یه دوستی اون روز نوشته بود آقای امیر حسین لادن انسان شریفی است، ولی این که میگه رهبری انقلاب رو خمینی نداشت، این به نظر من ساده انگاریه. اگر خمینی نبود هیچ کسی دیگه نبود، میشد مثل الان که همه میخوان رژیم عوض بشه، ولی هیچکی نمیخواد از خونهش بره بیرون، هیچکی نمیخواد تو سرما بره وایسه، هیچکی نمیخواد باغشو اینجا از دست بده، هیچکی نمیخواد حقوقش از دست بده، هیچکی نمیخواد بیمه خدمات درمانی اروپاشو از دست بده. اینه، اینا رفتن کار کردن، آموزش دیدن، اومدن با برنامه و عاقلانه هم عمل کرد. به کسی نگم ما شما رو، این رضا فاضلی میگه ما شما رو آویزون میکنیم به درختای خیابون پهلوی. بهش گفت آخه خجالت نمیکشی، اینجا بود دیگه. بهش گفت خجالت نمیکشی مرد، تو 70 سالته، خیابون پهلوی که به این قشنگیه، هر کسی از شیراز میاد، از جای دیگه میاد، توریست از خارج میاد، میاد این پهلوی و شمیران فلان اینا رو نگاه کن، تو میخوای به این درخت آخوند آویزون کنی؟ خب این کاری که میکنی، آخونده که اسلحه دستشه تا تیر آخرش شلیک میکنه، بعدش هم با خود اسلحه با چماق میفته به جونت. کارمون خیلی خرابه. قطر از اوپک خارج میشود. میگه که وزیر انرژی قطر اعلام کرد که این کشور از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک خارج میشود. سعد کعبی که یک ماه پیش به سمت وزارت انرژی پادشاهی قطر منصوب شده، روز دوشنبه 17 آذر در جریان یک نشست مطبوعاتی در دوحه
پایتخت این کشور گفت قطر تصمیم گرفته تا از ژانویه 2019 از عضویت اوپک بیرون بیاید. کی دیگه با قطر کمک کرد؟ اردوغان مال ترکیه. به فکر فرداشونم. فردای دیروز که امروزه که اینا رسیدن. ائتلاف به رهبری عربستان شرط ائتلاف به رهبری عربستان شرط حوثی‌ها برای مذاکرات صلح را پذیرفت. والا من این جمله رو که میخونم فکر میکنم دارم زبون روسی میخونم. و اما ظریف گفت آمریکا برای ایجاد بی‌ثباتی دائمی سلاح‌های پیشرفته در اختیار القاعده و داعش قرار میدهد. کاملا درست میگه. یکی از اون نادانها این سناتور جان مکین بود، مال آریزونا رفته بود. البته بعد میگه من اشتباه کردم، من فکر کردم اینا نیروهای مردمی هن. بعدن دیدم ای وای اینا نیروهای داعش هن. ما هم بهشون پول دادیم، هم بهشون اسلحه دادیم، هم بهشون اینفورمیشن جنگی دادیم، حالا خودمون هم نمیتونیم حریفشون بشیم. ایران از گفتگوهای صلح یمن در سوئد حمایت میکنه. اپرای الکترا داستان شخصیت‌های آشفته حال و رنج کشیده است. من هیچ وقت از اپرا خوشم نمیاد. یه دفعه اتفاقا با آقای آریانپور یک گپ کوتاهی داشتیم، گفتم من نمیفهمم که چرا یه نفر باید بخونه بعد من باید یه کاغذ دستم باشه ببینم این کی گفت اوه اوه او 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 او. این گفت مثلا من میآیم. اینم شده مثل چهچهای ایرانی است. گفت طرف دوست آمریکاییشو برداشت برد کنسرت. اون عقرب زلف کجت با قمر قریبه چیه؟ قرینه. گفت که خواننده آمد نشست و هی این گفت دینگ، هی اون گفت دو بده، هی اون گفت دینگ، هی اون گفت دو بده. گفت داره چی کار میکنه؟ گفت اینا دارن تیون میکنن. گفت آقا اینا مال ما تیون اون پشت میکنن، کلید الکترونیکه. گفت آلتا بشین خفش، خارجی هستی نمیفهمی، هنر نزد ایرانی هست. گفت بعدم خواننده اومد یه ربع ساعتی موزیک زدن. این حالا چی بهش میگن؟ ترجیح میگن؟ نه یه چیز دیگه میگن، یادم رفت. این اوپنینگش. بعد گفت حالا خواننده شروع کرد. گفت چی گفت؟ گفت هنوز هیچی نگفته. دوباره گفت گفت چی گفت؟ گفت هنوز هیچی نگفته. بعدم که شروع کرد به خوندن گفت حالا عقرب زلف نمیدونم چی رخت با قمر قرینه. گفت من حالا چجوری به این بگم اسکورپیان صورت تو با ماه و فلان مترادفه، مساویه. اینم برنامه های اپرا هست. آتش بس گمرکی چین و آمریکا، اینه تو برنامه گفتم براتون بس. و توییت جدید ترامپ نوید بخش دور تازه از روابط تعرفه‌ای آمریکا و چین است. همون ماجرایی که گفتم من بیام خونه شما یک کاسه یه گرون قیمتی رو داری یادگار عروسی مامان تو بابات بشکنم، بعد با چسب اوهو، چسب دو قطعه، چسب قطعی هم نه، چسب اوهو یادتونه یو اچ او بچسبونم، بعد بگم بیا از اولش هم بهتر شد، بگم نگاه کن کاسه شکستتو من درست کردم. آقا شما شکندیش، ترامپ تو رفتی این ماجرای تعرفه و اینا رو راه انداختی. و اما گسترش اعتراض ها در فرانسه، تعطیلی ده ها مدرسه، کمبود سوخت در مناطق غربی. در فرانسه قرار بود این اعتراضات فقط آخر هفته باشه، ولی گویا از دست در رفته چون نتونستن به موقع اقدام کنن. یه چند جا آتش سوزی شده، چند نفر گرفتن و پیش درآمد. نه به جای پیش درآمد یه چیز دیگه میگن، اونی که خواننده میخونه یه چیزی میخونه. پیش درآمد مال موزیک فکر کنه، مال موسیقیشه. درست ممنون. اومدی کجا رفته بودی؟ اوبرینگ بودی؟ خب این آقای مجید زهرایی هم اینجاست. مجید زهرایی هم خیلی چی میدونه، خیلی هم اون وقتها چند تا برنامه های مختلف هم داشت، ولی میگم این برنامه های تلویزیون ایرانی خیلی باید پوست کلفت باشه و دوام بیاری. نمیشه همینجوری به این زودی به اصطلاح، یعنی آسون نیست. تلویزیون های آمریکایی اینا هم همینجوریه، ناگفته نمانه. کی بود این دانشمندی هست سیاه‌پوست، خیلی راجع به فضا و زمین و هوا و اینا میدونه و شومنه، خیلی تازگی هم کتاب نوشته. همین دیروز اعلام کردن که ایشون هم از لحاظ سکسی و زنازاری و اینا کارش خرابه. من به سلامتی شما یک قلوب
چای بنوشم. این چای به این سنگینی یا غلیظی نیست تو تلویزیون اینجوری نشون میده. طرف گفت که آقا چاق شده بودی. گفت نه آقا، وقتی دوربین رومون هست 10 پوند زیادتر نشون میده. گفت رو شما چند تا دوربین بوده؟ بله، thanks so much, you are so kind, I'm going to Iran, God the mentioned purpose for 10 days, we'll be in touch. در صورت خانم زنوسی تشکر میکنن هم از من هم از شماها، میگن دارن میرن به ایران برای هم کارهای خودشون هم اون هدف خوبی که دارن، گفتن تا زمستان از این سردتر نشده بریم فقط برنج و روغن بدیم به گرسنه ها، نمیخوایم براشون کفش نمیدونم، نمیخوایم ماشین بوگاتی بخریم، نمیخوایم ماشین لامبورگینی بخریم، نمیخوایم کیف و کفش او یکی دیگه چی از این فشن دیزاین ها بخریم، یک کیسه برنج، یک شیشه روغن. هر کسی میخواد کمک کنه مستقیما با خود خانم دکتر زنوسی تماس بگیره، شماره شون هست، اصلا بنویسید دکتر زنوسی، فیسبوکشون هست، همه چی هست، تماس بگیرید و ایشون میگه 10 دلار، نمیگه هزاران دلار کمک کنین تا من برم آخونده رو به دیوار آویزون کنم. یا مثل فردوسی دیوانه از کانادا نیومده بگه من یه طرحی دارم محرمانه است، ولی اگه شما زنگ بزنی من میام خونت بهت میگم. خب بهش اومدم بیرون گفتم آخه احمق، اونی که مأمور جمهوری اسلامیه زنگ میزنه به تو که من مأمور جمهوری اسلامی ام، زنگ میزنه بهت میگه اونم مثل شاه اللهی دیوانه است، بعد میگه آقا بیا میخوام 500 دلارت بدم، 500 دلارت هم میده. وقتی برنامه‌تو گفتی، اگه دید برنامه‌ت هم مثل حقا و فولادوند و نمیدونم شایان کاویانی و اینها هست، میگه آقا این مردکم دیوانه است، میگیرن همونجا میزننت 500 دلار که هیچ، کیف سامسونتت هم ازت میگیرن. اینم از این. خب ببینم براتون دیگه چی گذاشتم. بله، پیشینه مبارزاتی خود را منتشر کنید. دوست گرامی آقای اشکان رضوی، با عرض سلام و تشکر از محبت همیشگی شما، کلیه نوشته های من در فیسبوک و بلاگم هست به آدرس هوشنگ آریان پور، خط فاصله رایدینگز، نوشته های هوشنگ آریان پور، در ایمیل هایم در اختیار شماست. من باید از شما تشکر کنم که چنین تصمیمی را در مورد درج برخی از آنها گرفته اید. ارادتمند هوشنگ. این نامه‌هایی که بین این و اون رفتار میشه، به اصطلاح رد و بدل میشه، بعضی وقتا ما یه طرفشو نمیگیریم، جواب اونو میگیریم، چون جزو دوستان اینوری هستیم. البته این نامه دیروز برای خود من هم آمد، تعریف براندازی و تشکر. بعضی از دوستان میشینن اینا رو مینویسن صفحه ها، انگار که من و شما نه مشکلاتون میدونیم چیه نه اینا رو بلدیم. بعد میگم آقا ما تعریف براندازی رو میدونیم، دیدیم چند تاشو، تعریف تشکرم میدونیم، ولی شما بگو برنامه چیه. پر میزنه و در میره. خب یه دوستی برای من از ایران نامه نوشت که من فلانی هستم، ورزشکارم، این اون اینها، براش نوشتم که من فردا صحبت میکنم. فوری نوشت که نه آقا فعلا صحبت نکن تا بعدن. ولی جالب اینجاست، تا من اینو برای پتیک فرستادم، گو آقا من امروز 100 دلار کار کردم، این 100 دلار رو میدم به این. گفتم آقا من از دست تو عاجز شدم، برای من کار اضافی درست کردی، هی باید حساب کتاب تو رو داشته باشم. و نکن آقا طرف گفته صبر کن، اون هنوز کمک که میخواد، کمک آخر رو نگفته، حمایت که میخواد ت آخر نگفته، شما دستت اینجوری دراز میکنی که کمک کنی. ولی ما همه ایرانی‌ها دستمون دراز میکنیم که بگیریم. ما از آخوندها هیچی کم نداریم، هممون به نوبه خودمون یه دیکتاتوریم، هممون به نوبه خودمون یه آخوند هستیم، فقط قدرت نداریم. نگرانیمون هم اینه که چرا قدرت دست من نیست یا دست اون کسی نیست که اگه دستش باشه من ممکنه به یه جایی میرسم. و سلام، نامه همینجا تمام. نه کجا میری؟ وایسا. همین آقای پتیک حلالزاده نوشته کاکو جون سلام، در سال 1393 در شهر خراسگان یا باتلاق گاوخونی استان اصفهان، طرح تولید باران
توسط دانشگاه آزاد خراسان به عمل آمد که دکتر فروغی، دکتر موسوی خا، مهندس پروین، مهندس کلهرودی، مهندس خسروی مجری این طرح بودند. آیا میدانید چگونه می شود پیگیری کرد؟ یا این هم مانند بقیه قضایای ما هست، برای یک روز خدا حافظ و تمام شد. من پیدا کردم براش فرستادم که گویا این طرح سال 1152 توی ایران گفته شده، همون باروری به اصطلاح تولید بارون که الان هواپیما میره بالا، نمیدونم فلان مواد میزنه، شیمی من بلد نیستم، میزنه به ابرها، ابرها رو باردار میکنه و ابرها بارون میاد. برید بنویسید هارپ، فکر کنم HAARP. این یه سیستم بزرگیه که اصلا میگن آمریکا و کشورهای دیگه تو جنگ ها ازش استفاده میکنن. یعنی هر وقت خواسته ویتنام خودش بره بمبارون کنه، هوا خوب بوده، روشن بوده، وقتی ویتکونگا خواستن حمله کنن بارون اونجا درست کرده. و اینا هست متاسفانه یا خوشبختانه. ولی یه نکته ای رو پتیک قشنگ گفت، این آخرش، که آیا این هم مایلند بقیه غذایای ماست که یک روز میایم و سر صدا میکنیم و بعد خدا حافظ تموم میشه میره. هفته پیش این بنده خدا آقای علیرضا رضایی در آپارتمان خودش، در منزل خودش، در فرانسه، در غربت میمیره. بعد 3-4 روز تازه میفهمن که مرده. حالا این و اون آمدن، هر کسی سعی میکنه بهش بگی باش با دوست بوده، فلان بوده، اینجوری بوده. بعد حالا هم هی ماجراها، چه کسی او را کشتانده است؟ ولی هفته دیگه تموم میشه میره. هیچ کس دیگه به مادر این زنگ نمیزنه بگه حالا که جوونت رو از دست دادی ما مای $10-$20 کمک میکنم. این اشکال مملکت ما. تو آمریکا شما نگاه کن، پولدارترین منطقه کالیفرنیا همین پارادایس، اسمش اصلا بهشته، پردیس، تو ایرانی میگیم پردیس، پارادایس، آتیش میگیره، درسته؟ کیا هستن؟ خواننده ها، هنرپیشا، همه. یعنی مثلا خونه 6 میلیونیش که میسوزه اینقدر پول داره که 6 میلیون داده خونه، برای اون پول خورده. ولی مردم میرن کمک میکنن، چادر میزنن اونجا، میره باربیکیو درست میکنه، میره سوپ درست میکنه، میگه این که خونش سوخته الان نگرانه، اقلا یه خوراک گرم بخوره. ولی ما میگم گور پدر آخونده، آقا مگه آخونده؟ زمنان اون روزم زلزله آمد در حین برنامه ما. این برنامه ما انقدر قوی است که در آلاسکا زلزله ایجاد کرد 7 ریشته، ولی الحمدلله هیچ کسی تلفات جانی نداشته و ندیده. یه دلیلش اینه که اونجا آدم زندگی نمیکنه، یه مش بنده خدای مجبورن زندگی کنن، اینم برای شرکت‌های نفتی، برای تدارکات، والا اینم باید بدن به کانادا یکم از این پایین بگیرن معامله کنن. میدونید که اینجا آمریکا، اینجا کانادا، اینجا آلاسکا، بگو آقا اون بالا مال تو، یکم از این پایین بده، ولی اونجا نفت و اینا زیاد داره، ول نمیکنه. تحریر، آقای خوشنودی، تحریر اونو بنویس، این توی کار موزیک اون چند دقیقه ای که چیز میکنن بهش تحریرم میگن، یا شاید همین تحریر پیش در آمده. این ماجرای اونو بگیر اینو بده، سالها راجع به این صحبت میکنن که از خلیج فارس یه راهی بکشن به دریای مازندران، که دریای مازندران به آبهای گرم به اصطلاح راه پیدا کنه. ضمن این که مثل که اون بالا اصلا به یه دریا مریاهای راه داره، ولی هیچ کس این کار نتونست انجام بده. یه روز من گفتم آقا بفرما، آخوندا بدون پول انجام دادن. طرف گفت آقا این حرفا چیه؟ تام شدی خانم شکوه میرزادگی دیوانه شدی؟ پاسارگاد آب گیره حالا میخوای بگی؟ گفتم ببین اینا چقدر مادر فلانه. نفتو از روسیه شمال میگیره، شمال پخش میکنه، جنوب نفتو میده به روسیه. اصلا همچین چیزی به عقل شیطون و جنم میرسید؟ بدونی که کانال زده باشن، نفتو از روسیه میگیره تو شمال ایران پخش میکنه، خودش نمیخواد هلک 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 از جنوب بلندش بره از بندر شاپور و آقاجاری و نمیدونم فلان بلندش بره رودبار و نمیدونم رشت و اینها، اون وقت از اونجا آقاجاری بغل گوشش نمیدونم بوشهر و بندر شاپور اینها نفتو میده به کشتی، میگه آقا چند لیتر دادی؟
مثلا روسیه میگی 100 لیتر، اگه این آخونده که میگه آقا 12-13 لیترش هم پرید دیگه، evaporate اینجا میگن پرید، بهش کمتر اونجا تحویل میده. حالا شما میخوای بشینی اینجا با 4 صفحه اساسنامه حریف این آخوند بشی؟ بعدم کی میخواد بره؟ پسرت عضوه؟ دخترت عضوه؟ نه. ببینید آقای فیلای ماشاءالله قد 2 متر 400 پوند وزنش. آقا چرا پسر دختر 14-15 ساله نفرستادی برن چیز؟ برید نگاه کنید حرفای این خانم محمدی، اشک آدم در میاد. برنامه قبل از برنامه من داشتن در بروکسل زنده پخش کردیم، تا یکی دو ساعت دیگه هم رو اینترنت میاد، هر روز هم از اینجا پخش میشه. میگه دختر 14 ساله‌ای بوده، گولش زدن، کلگی زدن، بردن سازمان مجاهدین. میگه از روزی که رفتم اونجا بهم گفتن زمین بکن، زمین پر کن. بعد یه نامه میگه مادر من یه بار برای من نامه نوشت، اولین و آخرین نامه، و چون نامه رو دادن دست من، نامه مادرم رو در قربت خوندم، گریه کردم، نامه رو گرفتن گفتن سرباز ارتش آزادی خواه، آزادی بخش که نباید گریه کنه. اون وقت خود سوسولش رجوی دوستاش رو لو داده، خود سوسولش پسرش اونجا باهاش بود، دختر اشرف، دختر مریم باهاش بود. کارمون خرابه. خب دوستان عزیز، همونجوری که بهتون گفتم ساعت 4:45 به احتمال 99% آقای پرویز مینوی از تگزاس با ما خواهند بود. و اما اون روز من درباره مقایسه رضا شاه و خمینی به وسیله نوریزاد یه ایمیلی گرفتم. من برای این دوستان نوشتم آقا من با این آقای نوریزاد یا 2 بار یا 3 بار مصاحبه کردم، ما حسل یا لب مطلب مصاحبه ما این بود که این آقا تا موقعی که با آخوندا بوده صداش در نیومده، همچین که بهش گفتن آقا برو عقب، زدنش کنار از سفره، دیگه دستش نمیرسه، اونا چاق شدن، حالا شاکی شده. تازه شاکی هم از این که چرا چیزاشو گرفتن، وسایلشو مصادره کردن. آقا اول انقلاب این همه وسایل مردم، خونه های مردم رو مصادره کردن، تو صدا در نیومد آقای نوریزاد، ولی تا اومدن یک کامپیوتر تو، نمیدونم دو تا پاسپورتتون رو بردن، هی میری کرمانشاه، پیاده میری تهران، هی میری دیدنی مادر این شهید، میری مادر اون بهایی، آب پاش آب با آب میشوری، و همه تلاشش اینه که فقط چیزاشو آزاد کنن، این بتونه از ایران بیاد بیرون. یه دوستی به نام آقای بهمن مقصودلو نوشته آقای سوربی پسر ایشان در لس آنجلس است و بعد از 88 آمده، گویا زندان بوده، پولی ندارد، تا آنجا که شواهد مختلف نشان میدهد نباید به همه بدبین بود، با احترام. خب اینم دوستمون گفته، گفتم آقا شاید شما راجع به یه نوریزاد دیگه صحبت میکنی، چون این وقتی من باهاش صحبت کردم همین 1-2 سال پیش بود، نگفت پسر من لس آنجلس شهر فرشتگان، احتمالاً با فرشتگان همدم شده. و این ماجرای زندان هم خیلی جالبه، چون ایشون قبلش نوشته بود این زندان کجا بوده، فرار کرده. بذارید براتون، اون زندان چیه؟ میگفتن خیلی زندان مخوفی بود و فلان اینا. آقای بهمن مقصودی، نمیدونم، در اصل این ماجرای زندان هم از یه بر ما میشنفیم که چگونه مخوف و ترسناک و چوب فلان جاشون میکنن و شکنجهشون میدن، از یه بر یه دفعه میشنفیم آقای امیر فخرآور تو تنبونش تلفن بیسیم بوده، تلفن سلفون بوده، زنگ میزده به ریچارد پر، ریچارد پر براش شبا لالایی میخونده تا این خوابش ببره. یا اون آقای دیگه بود ارژنگ، میبینیم 14-15 دقیقه فیلم پر میکنه میفرسه. یا این آقای اکبر گنجی 141 صفحه مرامنامه، اساسنامه، منیفست مینویسه. میگن رو چی نوشتی؟ میگه ما رو این کاغذهای سیگار هستا اینجوری وازشون میکردیم، اینجوری رو اینا مینوشتیم میدادیم بیرون. 140 صفحه منیفست. ولی ما خوبی، شانس اینا اینه که ما کم حافظه هستیم. یه خانمی هست به نام سیلویا لوکاس، ایرانیه، فکر کنم ارمنی باشه،
و توی کالیفرنیا کشاورزی میکنه ایشون. چند سال پیش با من تماس گرفت، خوب که همه قرار رو گذاشتیم که چجوری برنامه بذاریم و اینها، رفت دیگه هیچ خبری ازش نبود. تا هفته پیش برای من نوشت آقا منو میشناسی؟ گفتم متاسفانه من یه حافظه‌ای دارم که این چیزا یادم میمونه، خوب نیست. این وقتی یادتون بمونه رنج میکشید، زجر میبرید. اون توفیق بیخود نبود گفت که بیچاره سربی که گرفتار عقل شد، خوشبخت رضا پهلوی که خرامد اولاغ رفت. هر چی خوشتر باشی، بیخیالتر باشی، مواد کمتر سفید میشه، چروکت کمتر میگذری. گفتم بله یادمه، نگفتم متاسفانه، گفتم یادمه. حدود 45 دقیقه با شما صحبت کردیم، یادم میاد. یکم سرد بود، ماشینم یه جایی بود، برای که مزاحم مردم نباشم اومدم دم یه کلیسایی، اونجا هم سرد بود، وایسادم با شما صحبت کردم. حالا چی؟ گفت من یه آگهی دارم، یه ویدیو دارم میخوام پخش کنم. گفتم عکاسه چی نوشته بود؟ هر که پولی داد عکسی انداختی، از شما دادن از ما انداختن، با امید دیدار شما. اینم از این. خب دوستان عزیز و فرهیخته، و اما 9 دسامبر جلسه پالتاک عمومی هست، ایران لفت الائنس که میشه اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور. شما ببین همین چپای ما چند گروه هستن. یادتونه اون روز گروه های آقای نصر اصفهانی رو خوندم؟ حکومت یک نفره پادشاهی، حکومت نخست وزیری پادشاهی، حکومت پارلمانی پادشاهی، 37 سازمان رو نوشته بود. خود ویدیو رو 47 نفر نگاه نکرده بودن. حالا این دوستان چپ هم ماجراشون اینه، اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور جلسه عمومی پلتاکی خود را برگزار می کند. موضوع اوجگیری مبارزات جنبش کارگری در ایران و وظایف نیروهای چپ انقلابی ایران. موفق باش. مورگان فریمن چی شده؟ نمیدونم. مورگان فریمن هم راجب آزار زنا و اینها یه صدا در اومد بعد رفت. نمیدونم، حالا شما بگو، من که تو این شیشه نشستم، تو که آزادی این برابر نگاه کن ببین چی شده. مورگان فریمن اون سیاه‌پوستیه که تا حالا چند بار نقش خدا رو بازی کرده توی فیلم‌های مختلف، یا صداش یا نقش خودش و اینها. هنرمند خوبیه. یه فیلمی هم صداش استفاده کردن به اسم The March of the Penguins. این پنگوئن ها، پنگوئن خوبه، به فارسی هم ما میگیم پنگوئن. پنگوئن ها نشون میده که چند صد مایل میرن و میان که برای بچه هاشون خوراک ببرن. صدای مورگان فریمن روی اون هست. با درود. I wanted to know, I send you email, can you help or call you record it for your program if phone I need the hour. من نمیدونم شما چه اصراری داری که انگلیسی بنویسی. به نظر میاد که انگلیسی زبان اول یا دوم یا سوم شما نیست. و اینجوری من براتون جمله رو میخونم. I wanted to know if I send email can be helpful or call you record it for your program. آخه من باید بفهمم اگه منظورتون اینه که اگه شما ایمیلی بفرستید من بتونم در برنامه استفاده کنم، بله خوشحالم میشم. تا اونجایی که این بلایی که آقای حسن خزایی سر ما آورد شما سر ما نیاری که بگیم آقا غلط کردیم، ایمیل نفرست. آقا یه بار این دستگاه برای شما می‌نویسه من اینجا نمیخونم، خب نفرست. هی میفرست. بله میتونی. بعدم if phone please leave number and time to reach you. آقای سیروس خان چشم، من برات فونو میفرستم و اینها. اوکی اینم از این براش. جالبه ها دیگه، گوگل جوابارم برامون مینویسه. این چون انگلیسی نوشته گوگل بهتر از من فهمیده جوابش میده. I would love to talk with you. میگه من بله خیلی هم خوشحال میشم با شما صحبت کنم. یا sure I would be happy to chat. بله حتما. یا آخریش هم گزینش ایه که no I'm not. بله دوستان اگه کسی میدونه مورگان فریمن چی شده بنویسه تا این دوستمون آقای مجید خوشنودی سوالش پاسخ داده شده باشه.
کمک کمک کمک، این همونی که گفتم، گفته صبر کن فعلا کمک نمیخوام، پتیک جان شما هم صبر کن فعلا کمک نمیخوام، و اتحاد چپ رو براتون گفتم، 37 سازمانم عروض نشون دادم و بستونه دیگه. ساعت 3:47 دقیقه است، اجازه بدید یک ساعتی ما هم کامپیوترها رو خاموش کنیم، هم برنامه آرشیو رو درست کنیم، هم خودمون رو آماده کنیم برای برنامه خردگرایی با آقای پرویز مینویی. خیلی از شما شکایت کردین که برنامه ایشون تکراری است، با خودش زنگ بزنید بگی ای لام از سبا، تلفن مجانیه، شماره تلفنش رو طرف گذاشته، زنگ بزنید. آقای مسنیه، مثل عمومونه، مثل داییمونه، مثل پدرمونه، احترامشو بذارید، بگید آقای مینویی این ماجرایی که شما میگی، مثلا من به شخصه از یه تلویزیون 4 بار شنیدم، چیزهای جدیدتر بگید. آقای مینویی برنامه‌اشو من میدیدم، برنامه‌ای خیلی خوبی داشت، زنگ تفریح داشت، خبرهای مختلف می آورد، خبرهای علمی می آورد، خبرهای سیاسی می آورد. متاسفانه از روزی که با این آقای نژاد یا شاهین نژاد و طرفدارای رضا پهلوی بیشتر پریده، فقط اینجا رو نگاه میکنیم، با هم میبینیم برنامه ها رو. و از یکایی که شما ممنونم که آمدید و تلویزیون مردم رو تماشا کردید. لطف کنید به دوستانتون هم معرفی کنید. امروز دوشنبه بود، چهارشنبه با شما خواهیم بود، 2 بعد از ظهر سربی با مردم، 3 بعد از ظهر چهارشنبه هم دوستمون از خلیج فارس برنامه های گفتار عقل بشر رو ادامه میده. بله، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. یک تماس از شما، بقیه کارها از ما. 20 سال این کار رو انجام میدیم. نه، هنوز در کار خود استاد نیم. ما مثل دیگران نیستیم بگیم ما از الف تا یه رو میدونیم. نه خیر، هر روز یه چیز جدید میاد، یه چیز باید یاد بگیریم. اون روز دیدم فیسبوک یه چیزی ساخته به نام پورتال. پورتال میشه بگی سکو، یه چیز ارتباطی، راه رو. بعد پورتال فیسبوک $199 هم هست. وقتی نگاه کردم دیدم این کار دو تا دستگاه انجام میده، یکی لپتاپ یا تلفنتون، یکی اون سیری، و اون یکی دیگه چیه؟ سیری و گرسنگی؟ نه، سیری و گشنگی نه، این دستگاهی که بهش میگی سیری برنامه سوربی رو پخش کن، اونم میگه بابا سوربی مزخرف میگه، بیا برنامه مثلا فلان روانی رو گوش کن. اون بهش میگن سیری، SIRI. و این دوتا دستگاه رو آسون کرده، میگه میذاری سر کلاس، میذاری جایی که میخوای موزیک درس بدی، میذاری تو آشپزخونه، و برای تماس و ارتباط چیزه. به نظر من این روزا همه دیگه بلدن با تلفن، با دوربینای لپتاپ و اینا تماس رو برقرار کنن. خب دوستان، از برد دامن کشان رفتم این نامهربان. اگر بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودید رفتیم، حمایت فراموش نشه. بازم ممنونم از آقا فرزاد که نمیذاره حتی 1 دسامبر بشه، 30 نوامبر حمایت کرد. ممنون و متشکرم. روز روزگار بر شما خوش.